سکون سخن میگوید نویسنده اکارتول. مترجم فرناز فرود انتشارات کلک آزادگان چاپ اول سال 1383 راوی کتایون زند آشنایی با نویسنده اکارتول در آلمان به دنیا آمد و سیزده سال نخست زندگی خود را در اونجا سپری کرد. پس از پایان دوره کارشناسی در دانشگاه لندن به عنوان پژوهشگر و سرپرست پژوهش در دانشگاه کمبریج به کار مشغول شد. وقتی که 29 سال داشت، دگرگونی معنوی والایی عملا هویت پیشین اونو از بین برد و مسیر زندگیش رو به شدت دگرگون کرد. طول چند سال بعدی زندگی خود رو به درک یک پارچه و ژرب کردن اون دگرگونی پرداخت. این آغاز سفر درونی عمیق اون بود. اون در آموزش هاش همچون استادان منوی باستان پیام ساده و در عین حال والایی رو به زبانی ساده بی پیرایه و ابدی بیان میکنه. به این ترتیب که میگه راهی برای خروج از رنج و ورود به آرامش وجود داره. این آموزگار در حال حاضر در سراسر جهان سفر میکنه و آموزش ها و حضورش رو در همه جا منتشر میکنه. اون از سال 1996 در ونکوور کانادا زندگی میکنه. پیش گفتار یک استاد معنوی حقیقی به معنای عام کلمه مطلبی نداره که به تو بیاموزه. اطلاعات، باورها یا قواعد رفتاری تازه و هیچ چیز دیگه ای نداره که بهت بده یا بهت اضافه کنه. تنها نقش چنین استادی اینه که کمکت کنه تا حجابی که تو رو از حقیقت وجودت و اون چیزی که در اعماق وجودت میدونی جدا میکنه پاره کنی استاد معنوی از اون بود عمیق درونی که آرامشه پرده برمیداره و اونو برای تو آشکار میکنه اگه در جستجوی افکار و فرضیه ها و باورها و بحث های روشنفکرانه برانگیزنده پیش استاد معنوی بیای یا بخوای به این نیت این کتاب رو بخونی یا بهش گوش بدی ناامید خواهی شد به عبارت دیگه اگه در پی این هستی که به فکرت غذا برسونی رو پیدا نمی کنی و جوهر اصلی آموزش و جوهر این کتاب رو که نه در کلمات بلکه در درون توی از دست خواهی داد. خوبه به هنگام خوندن یا گوش دادن به این کتاب این مطلب رو به یاد داشته باش و احساس کنی. واجه ها چیزی بیشتر از نشونه ها نیستند. در این کتاب واژگان به چیزی اشاره می کنن که در قلم روی فکر پیدا نمیشه بلکه در بودی از درون تو وجود داره که عمیقتر و بی اندازه تر از فکره. آرامش پرشور و زنده یکی از ویژگی های اون بوده. بنابراین هر وقت به هنگام خوندن این کتاب یا به هنگام گوش دادن باون. حس میکنی که آرامش درونی درت پدیدار میشه بدون که این کتاب داره کار خودش رو به انجام میرسونه و وظیفه خود رو به عنوان آموزگار تو به جا میاره یعنی داره به تو یادآوری میکنه که چه کسی هستی و راه بازگشت به سوی خانه رو بهت نشون میده به. این کتابی نیست که از اول تا پایان بخونیش و یا بهش گوش بدی و بعدا کنارش بذاری و فراموشش کنی باید باهاش زندگی کنی و از اون مهمتر بارها رو زمین بذاری یا بین گوش کردنات به اون وقفه بندازی به عبارت دیگه وقت بیشتری رو صرف نگه داشتن و زندگی کردن با این کتاب بکنی خوانندگان یا شنوندگان بسیاری به طور طبیعی تمایل پیدا می کنن که پس از خوندن یا گوش دادن به هر قطعه وقفه بندازند درنگی بکنن و سکون پیدا کنن در این مورد مفیدتر و مهمتر اینه که گاه وقفه ای ایجاد بکنی تا اینکه بخوای پشت سر همین کتاب رو بخونی یا بهش گوش بدی اجازه بده این کتاب وظیفش رو انجام بده و تو رو از راه و رسم همیشگی و قدیمی تفکر شرطی و تکراری بیرون بکشه این کتاب به شکل کهن‌ترین آموزش‌های معنوی مکتوب یعنی سوتراهای هند باستان نگاشته شده و از این جهت میشه اون رو ترویج دوباره اون نوع نگارش در این دوره انگاشت. سوتراها نشانگرهای توانمند حقیقت هستند که به شکل کلمات قصار یا گفتارهای کوتاه بیان میشن و حاوی شرط و بست اقلانی اندکی هستند. وداها و اپانیشادها آموزش های مقدس قدیمی هستند که به شکل سوترا نگاشته شدن. سخنان بودا هم به همین ترتیب هستند. گفته ها و حکایت های ایسا هم اگر از چارچوب داستانی بیرون آورده بشن میتونن سوترا محسوب بشن. آموزش های والای موجود در تاوت چین کتاب باستانی چینی هم همینطوره. امتیاز شکل سوترا در کوتاهی اون نهفته است. و ذهن متفکر رو بیشتر از اندازه لازم درگیر نمیکنه. اون چیزی که بیان نمیشه اما فقط به اون اشاره میشه مهمتر از گفته هاست. ویژگی ی نوشته های این کتاب به ویژه در فصل یک که سکوت و سکون نام داره و شامل کوتاهترین قطعات مشخصه. این فصل جوهر کل کتاب رو در بر داره و شاید برای برخی از خواننده ها همین کافی باشه. فصل های دیگه برای اونایی که به نشانه های بیشتری نیاز دارن. نوشته های این کتاب همچون سوتراهای باستانی مقدس هستند و از حالتی از آگاهی نشد گرفتن که میتونیم اون رو سکون بخوانیم. اما برخلاف سوتراهای باستانی به هیچ دین یا سنت خاصی تعلق ندارن و بدون واسطه در دسترس تمامی بشریت قرار دارن. علاوه بر این اکنون حالت استرار هم وجود داره دگرگونی آگاهی بشر دیگه یک تفنن نیست که فقط در دسترس چند فرد جدا از هم باشه بلکه یه ضرورت تا مانع از نابودی بشر به دست خود بشه در حال حاضر کشکاری آگاهی قدیمی و پدید اومدن آگاهی تازه هر دو شتاب گرفتن و در نهایت تعجب امور همزمان بهتر و بدتر شدن اما بدترها بیشتر آشکارن چون حیاهوی بیشتری به پا میکنن این کتاب واژه ها رو به کار میگیره تا در ذهن تو به فکر تبدیل بشن اما این افکار معمولی نیستن یعنی تکراری پر سر و صدا و خودخواهانه نیستن و برای جلب توجه فریاد نمیکشن افکار درون این کتاب درست مانند افکار یکایک که استادان معنوی حقیقی و درست مانند سوتراهای باستانی نمیگن به من نگاه کن بلکه میگن به ورای من نگاه کن از اونجایی که این افکار رو از سکون نشأت گرفتن نیرومند هستند و این نیرو تو رو به همون سکونی که منشأ اونها بوده باز میگردونه. اون سکون آرامش درونه و اون آرامش و سکون جوهر وجود توه. سکون درونه که جهان را حفظ و دگرگون میکنه. فصل اول سکوت و سکون وقتی که ارتباط با سکون درون رو از دست میدی، ارتباط با خودت رو از دست میدی. وقتی که ارتباط با خودت رو از دست میدی، در جهان گمگشته میشی. درونی ترین احساسی که از خود، یعنی از اون کسی که هستی داری، از سکون تفکیکناپذیره. این همون من هستمه که از نام و شکل عمیق‌تره. سکون طبیعت اصلی توه. سکون چیه؟ نوعی فضا یا هوشیاری درونی که واجه های این صفحه در اون دریافت میشن و به افکار تبدیل میشن. بدون اون هوشیاری هیچ درکی، فکری و جهانی وجود نداشت. تو اون هوشیاری هستی که به جامعه مبدل انسان در آمده ای. هم همه درونی تفکر معادل با سر و صدای بیرونیه. سکون درونی معادل با سکوت بیرونیه. هر وقت سکوتی در پیرامونت وجود داره به اون گوش بده. یعنی فقط اونو ببین و بهش توجه کن. گوش دادن به سکوت بود سکون رو در درون تو بیدار میکنه. چون فقط از طریق سکونه که میتونی به سکوت آگاه بشی. ببین که در لحظه توجه به سکوت پیرامونت فکر نمیکنی. آگاه هستی اما فکر نمیکنی. وقتی که به سکوت آگاه میشی بیدرنگ اون حالت هوشیاری ساکن درونی ایجاد میشه اکنون حاضر هستی و از هزاران سال شرطی سازی جمعی بشر به بیرون گام نهاده ای. به یک درخت، یک گل و یک گیاه نگاه کن. بگذار آگاهی تو بران بیار آمد. نگاه کن چه ساکن هستند چه عمیق در وجود ریشه دارند بگذار تا طبیعت سکون رو به تو بیاموزه هنگامی که به درختی نگاه میکنی و سکون اون رو در میابی خودت هم ساکن میشی و در سطح بسیار عمیقی با اون ارتباط برقرار میکنی با هرچه از طریق سکون دریافت کنی احساس یگانگی میکنی احساس یکی بودن با همه چیز همون عشق حقیقیه. سکوت مفیده اما برای یافتن سکون نیازی به اون نداری. حتی در حیاهو میتونی به سکون متن صدا به فضایی که صدا از اون برمیخیزه آگاه باشی. اون فضای درونی آگاهی ناب خود آگاهیه. میتونی به آگاهی به عنوان زمینه تمامی دریافتهای حسی و تمامی افکارت آگاه بشی. آگاه شدن به آگاهی پدیدار شدن سکون درونه. هر صدای آزاردهندهی میتونه به اندازه سکوت مفید باشه. چگونه؟ مقاومت درونی رو در برابر اون کنار بذار. بذار و امور همون طوری که هستن باشن. این پذیرش تو رو به اون قلم روی آرامش درون که سکونه خواهد برد. هرگاه این لحظه رو به هر شکلی که باشه به گونه عمیق بپذیری ساکن شده و در آرامش هستی به وقفه توجه کن وقفه میان دو فکر فضای ساکن کوتاه میان واژه ها در گفتگو فاصله میان نوتهای پیانو یا فلوت یا وقفه میان دم و بازدم انگامی که به این وقفه ها توجه می کنی. آگاه بودن به چیزی به آگاهی صرف تبدیل میشه. بود بیشکل آگاهی خالص از درونت به پا میخیزه و جایگزین شناسایی از طریق شکل میشه. شعور در سکوت عمل میکنه و خلاقیت و راحل مسائل در سکون یافت میشن. آیا سکون فقط نبود صدا و شکله؟ نه، سکون خود شعوره آگاهی زیربنایی که تمامی اشکال از اون زاده میشن و مگه ممکن از اون کسی که تو هستی جدا باشه اون شکلی که گمان میکنید تو هستی از اون آگاهی اومده و توسط همون حفظ میشه اون شعور جوهر کهکشان ها و علف هاست. جوهر تمامی گل ها، درختان، پرندگان و تمام اشکال دیگه آفرینش سکون تنها پدیده در این جهانه که شکلی نداره اما در واقع سکون پدیده نیست و این جهانی هم نیست هنگامی که در سکون به درخت یا انسانی نگاه میکنی این کیه که نگاه میکنه وجودی عمیقتر از شخص آگاهی که به آفریدهش نگاه میکنه کتاب مقدس میگه که خدا جهان را آفرید و دید که خوبه هنگامی که بدون فکر از درون سکون نگاه می کنی تو هم همون رو می آیا به دانش بیشتری نیاز داری؟ آیا دانش بیشتر جهان را حفظ خواهد کرد؟ یا کامپیوترهای سریع و تجزیه تحلیلهای علمی تر و خوشمندانه تر موجب محافظت از جهان خواهند شد؟ آیا در این زمان بشر بیشتر از همه چیز به انسانیت نیاز نداره؟ اما خرد چیه و در کجا یافت میشه؟ خرد از توان ساکن بودن ناشی میشه. فقط نگاه کن و گوش بده. به چیز دیگه ای نیاز نیست. ساکن بودن، نگریستن و گوش دادن شعور غیرفکری درون تو فعال میکنه. اجازه بده سکون گفتار و رفتار تو رو هدایت کنه. فصل دوم در ورای ذهن متفکر وضعیت بشر گمگشته در فکر بیشتر مردم تمام عمر رو محبوس در محدوده افکارشون میگذرونن اونها هیچ وقت به ورای مفهوم شخصی، ذهنی و محدودی از خود که توسط گذشته شرطی شده نمیرن در تو همچون هر انسانی بودی از آگاهی وجود داره که بسیار عمیقتر از تفکره اون ذات وجود توه میتونیم اسمشو حضور، هوشیاری یا آگاهی غیرشرطی شرطی بذاریم در آموزش های باستانی به اون مسیح درون یا طبیعت بودا میگفتن یافتن اون بود تو و جهان رو از رنجی که برای خودت و دیگران ایجاد میکنی رها میکنه رنج در حالتی ایجاد میشه که من حقیر ساخته ذهن تنها کسیه که میشناسی و همون زندگیت رو اداره میکنه. عشق، شادی، انبساط، خلاقیت و آرامش درونی پایدار نمیتونه وارد زندگیت بشه مگر از طریق همون بود نامشروط آگاهی. اگه حتی گهگاهی بتونی افکاری رو که از ذهنت عبور میکنن فقط به عنوان افکار بشناسی اگر بتونی الگوهای واکنشی ذهنی عاطفی خود رو در حالی که دارن رخ میدن شاهد این الگوها باشی اون وقت اون بود همکنون در تو به عنوان نوعی هوشیاری که افکار و عواطف در اون رخ میدن در حال شکل گیریه. یک فضای درونی بی زمانی که تمامی محتوای زندگی تو در اون سر باز میکنه. جریان تفکر قدرت شدیدی داره که میتونه به سادگی تو رو با خودش ببره. هر فکری وانمود میکنه که بی اندازه مهمه و میخواد توجه تو رو به طور کامل ببلعه. این هم یه تمرین معنوی تازه برای تو. افکار تو زیاد جدی نگی. مردم چه ساده در زندانهای ذهنی خود گرفتار میشن؟ ذهن انسان با آرزوی دانستن، فهمیدن و کنترل کردن عقاید و دیدگاهاش رو با حقیقت اشتباه میگیره و میگه این اینطوریه باید از فکر فراتر باشی تا متوجه بشی در صورتی که زندگی خود یا زندگی و رفتار دیگری رو به هر شکلی تفسیر کنی و هر وضعیتی رو هر طوری قضاوت کنی به هر حال چیزی بیشتر از یک نقطه نظر نخواهد بود دیدگاهی در میان بیشمار دیدگاه های ممکن که بیشتر از یک توده فکر نیست اما حقیقت یک کل یک پارچ است که در اون تمامی چیزها در هم تنیدند جایی که در اون هیچ چیز به خودی خود و به تنهایی وجود نداره فکر کردن حقیقت رو تیکه تیکه میکنه رو قسمت میکنه به ذره ها و پاره های ذهنی ذهن متفکر ابزار مفید و قدرتمندیه اما وقتی که اختیار زندگی تو به طور کامل در دست میگیره وقتی که متوجه نیستی این ذهن فقط جنبه کوچیکی از اون آگاهیه که تو هستی بسیار محدود کننده میشه خرد حاصل فکر نیست شناخت عمیق که خرده به سادگی فقط با معطوف کردن توجه کامل به چیزی یا کسی پدید میاد توجه شعور ازلی و خود آگاهیه توجه موانعی رو که فکر ذهنی ایجاد کرده از بین میبره و همراه اون این تشخیص پدید میاد که هیچ چیز به خودی خود وجود نداره. توجه به مشاهده کننده و مشاهده شونده در زمینه وحدت بخش هوشیاری میپیونده. توجه التیام بخش جدایی. هر وقت در تفکر بی اختیار غرق میشی از اون چیزی که هست داری فرار میکنی. نمیخوای اون جایی که هستی باشی یعنی در اینجا و حالا تعصبها خواه دینی باشن خواه سیاسی خواه علمی از این باور اشتباه به وجود میان که فکر میتونه در برگیرنده واقعیت یا حقیقت باشه تعصبها ها زندان های جمعی ذهنی هستند و عجیبه که مردم سلول زندان خود رو میپرستند چون به اونها احساس امنیت و احساس کازه به این که من میدونم رو میده. هیچ چیزی بیشتر از های انسان موجب رنج بشریت نشده. درسته که هر تعصبی دیر یا زود فرو میریزه چرا که حقیقت سرانجام دروغ بودن اون رو آشکار میکنه. اما تا وقتی که بنیاد این توهم و تعصب درک نشه هر تعصبی با تعصب دیگه جایگزین میشه بنیاد این توهم چیه یکی شدن با فکره بیداری معنوی بیدار شدن از رویای فکره قلم روی آگاهی بسیار گسترده تر از اونه که فکر بتونه تسخیرش بکنه وقتی که دیگه به همه افکارت معتقد نیستی از فکر قدم به بیرون میذاری و به روشنی میبینی که تو اون فکر کننده نیستی. ذهن در حالت کمبود به سر میبره و بنابراین همیشه برای بیشتر حرس میزنه. وقتی که هویتت رو با ذهن یکی میپنداری به سادگی بیحسله و ناآروم میشی. بیحسلگی یعنی اینکه ذهن خواهان محرک های بیشتره. غذای بیشتری برای فکر میخواد و گرسنگیش برطرف نمیشه. وقتی که احساس بی‌حوصلگی می‌کنی، می‌تونی با برق زدن مجله، تلفن زدن، روشن کردن تلویزیون، گشت و گذار در کامپیوتر، خرید کردن یا از همه متداول‌تر انتقال این حس ذهنی کمبود و نیاز بیشتر به بدن و برای مدت کوتاهی راضی کردن اون با فرو بودن غذای بیشتر گرسنگی ذهن رو برطرف کنی. یا میتونی بی و ناروم باقی بمونی و مشاهده کنی بی و ناروم بودن چه احساسی داره. در حالی که به این احساس هوشیار میشی، ناگهان انگار فضا و سکوتی اطرافمونو رو فرا میگیره. در ابتدا این فضا کوچیکه، اما به تدریج گسترده تر میشه و شدت و اهمیت احساس بی‌حوصلگی رو به کاهش میذاره. در نتیجه حتی بیحسلگی میتونه به تو بیاموزه که چه کسی هستی و چه کسی نیستی. کشف میکنی که یک شخص بیحسله اون وجودی نیست که تو هستی. بیحسلگی فقط حرکت انرژی شرطی در درون توه. تو خشمگین، اندوهگین و ترسو نیز نیستی. بیحسلگی، خشم، اندوه یا ترس متعلق به تو نیستن. شخصی نیستن. اونا شرایط ذهن بشرن میان و میرن هیچ چیزی که میاد و میره تو نیستی بی حوصله هستم چه کسی اینو میدونه بی حوصله اندوهگین هراسون هستم چه کسی این رو میدونه تو دانستن هستی نه اون وضعیتی که دانسته میشه هر گونه تعصب این معنی رو داره که خودت رو با ذهن متفکر یکی میدونی. یعنی دیگه انسان مقابل رو نمیبینی. بلکه فقط برداشت شخصی خودت رو از اون انسان میبینی. هنگامی که وجود انسانی دیگر رو به حد یک برداشت تنزل میدی خود به خود خشونت میبرزی. تفکری که ریشه در هوشیاری نداشته باشه خودخواهانه و معیوب میشه هوشمندی توهی از خرد به شدت خطرناک و ویرانگره. در حال حاضر بیشتر انسانها در چنین وضعیتی هستند. بزرگ نمایی تفکر به عنوان علم و فناوری هم هرچند خود به خود نه و نه مخرب شده. چون اینها اغلب از فکری نشأت میگیرند که ریشه در هوشیاری نداره. گام بعدی در تکامل انسان رفتن به فراسوی فکره. اکنون این وظیفه فوری ماه. این به معنی نیست که دیگه فکر نکنیم. بلکه فقط به این معنیه که به طور کامل خودمون رو با فکر یکی ندونیم و اسیر فکر نشیم. انرژی بدن درونی خود رو احساس کن. بیدرنگ صدای ذهن آروم میگیره یا متوقف میشه انرژی رو در دست ها، پاها، شکم و سینت احساس کن. زندگی رو که همون وجود توی احساس کن. زندگی که بدن رو به حرکت در میاره. اون وقت به بیانی بدن راهروی میشه به سوی احساس عمیق زندگی که زیر افکار و عواطف پر افتخیزت نهفته است. حیاتی در تو وجود داره که میتونی اون رو نه فقط در سر بلکه با همه وجودت حس کنی. در اون حضوری که از فکر کردن بی نیازی یه کایه که سلول هات زنده هستن. با این همه در اون حالت اگر به دلیلی واقعی تفکر لازم باشه فکر وجود خواهد داشت. در اون حالت هم ذهن میتونه عمل کنه. و وقتی که شعور برتر یعنی وجود تو از ذهن استفاده کنه و خودش رو از طریق اون ابراز کنه ذهن عالی عمل میکنه. شاید متوجه نشده باشی که به طور طبیعی و خود به خود زمانهای کوتاهی در زندگیت پدید میان که بدون فکر آگاه هستی. شاید در حالی که درگیر کار بدنی هستی یا از این طرف اتاق به اون طرف اتاق میری، یا پشت گیشه فروش بلیت هواپیما منتظری چنان به طور کامل حضور داشته باشی که ایستایی ذهنی معمول فکر کنار بره و حضوری هوشیار جای اونو بگیره شاید متوجه بشی که بدون هیچ گونه اظهار عقیده درونی به آسمون نگاه میکنی یا به سخنان کسی گوش میدی آنگاه دریافتهای تو شفاف میشن و توسط فکر کدر نمیشن هیچ کدوم از اینا برای ذهن اهمیتی ندارن چون باید درباره مطالب مهمتری فکر کنه. از نظر ذهن اینا رویدادهای قابل توجهی نیستن و برای همینه که شاید اون چیزی رو که همکنون در تو در حال شکل گیریه مورد توجه قرار نداده ای. حقیقت اینه که این حرکت با اهمیت ترین رویدادیه که میتونه برای تو پیش بیاد. این آغاز حرکت از فکر کردن به سوی حضور هوشیاره. با حالت ندانستن آسوده شو این حالت تو رو به ورای ذهن میبره چون ذهن هموره تلاش میکنه تا نتیجه گیری رو تفسیر کنه ذهن از ندانستن میترسه پس وقتی که بتونی با ندانستن آسوده باشی در واقع به ورای ذهن رفته ای. آنگاه از اون حالت دانستن عمیقتری که ذهنی نیست پدید میاد استادی در هر زمینه خواه این زمینه آفرینش و هنری باشه خواه ورزش خواه رقص آموزش یا مشاوره به این معنیه که ذهن متفکر یا دیگه درگیر نیست یا دستکم در مقام دوم قرار داره در اینجا قدرت و شعوری که بالاتر از تو و در عین حال همزات توه اختیار رو در دست میگیره. دیگه روند تصمیم گیری وجود نداره. عمل درست خود به خود انجام میپذیره و تو اونو به انجام نمیرسونی. ارباب زندگی شدن نقطه مقابل کنترل کردنه. در این حالت تو با آگاهی بالاتر هماهنگ میشی. اون آگاهی که عمل میکنه سخن میگه و کارها رو به انجام میرسونه. لحظه خطر میتونه وقفه گذرا در جریان افکار پدید بیاره و در نتیجه مزه از معنای حضور داشتن و هوشیار و آگاه بودن رو به تو بچشونه. حقیقت بسیار فراگیرتر از اونه که برای ذهن قابل درک باشه. هیچ فکری نمیتونه حقیقت رو در بر بگیره. و در بهترین حالت فقط میتونه به اون اشاره کنه. مثلا میتونه بگه همه چیزها در ذات یکی هستن. این یک نشونه است. توضیح نیست. فهمیدن این واجه ها به این مفهومه که در اعماق وجودت حقیقتی رو که به اون اشاره دارند احساس میکنی. فصل سوم خود خود محور ذهن بیوقفه نه تنها در پی غذا برای فکره بلکه در جستجوی هویت یعنی مفهوم خوده به این ترتیب ایگو یا منیت به وجود میاد و پیوسته خودش رو از نو میآفرینه وقتی که درباره خودت فکر میکنی یا حرف میزنی هر وقت میگی من به طور متعارف به من و داستان من اشاره داری این من دوست داشتنها و دوست نداشتنها ترس ها و آرزوهای تو. منی که هیچ وقت برای مدت طولانی راضی باقی نمیمونه. مفهومی ذهنی از وجود تو که مقید به گذشته است و در جستجوی یافتن رضایت خیش در آینده است. آیا میتونی ببینی که این من گذرا مانند نقش موج بر سطح آب شکلی موقته؟ چه کسیه که اینو میبینه؟ چه کسیه که نسبت به گذرا بودن شکل جسمانی و روانی تو آگاهه؟ من هستم. این من عمیق که هیچ کاری با گذشته و آینده نداره. از تمامی ترس و خواسته هایی که در رابطه با وضعیت دشوار زندگی داری و هر روز توجه بیشتری صرف می چه چیزی باقی خواهد موند؟ خط فاصله ای به طول 3-4 سانتی متر بین تاریخ تولد و تاریخ وفات بر سنگ مزارت برای خود خود محور این فکر نامید کننده ایه. اما برای تو رهایی بخشه هر وقت که هر فکری توجه تو رو به طور کامل جذب کنه به این معنیه که تو خود رو با صدای درون سرت یکی انگاشته ای. اون وقت فکر با مفهومی از خود در هم میآمیزه. این ایگوه من ساخته ذهن اون خود ساخته ذهن احساس نقص و ناامنی میکنه برای همین ترسیدن و خواستن عواطف اصلی و نیروهای برانگیزاننده اونه وقتی که تشخیص میدی صدایی در سرت وجود داره که وانمود میکنه تو هستی و هیچ وقت از سخن گفتن باز نمیایسته در حال بیدار شدن از وضعیت ناآگاهانه یکی انگاشتن وجود با جریان فکر هستی وقتی که متوجه اون صدا بشی درک میکنی که وجود تو اون صدا یعنی فکر کننده نیست بلکه کسی که به اون صدا آگاهه شناخت خودت با عنوان هوشیاری متن صدا رهایی. خود خود مهبر همیشه گرفتار جستجوه در پی این یا اون چیز بیشتره تا به خودش اضافه کنه و احساس کنه بیشتر کامل شده این علت تمرکز ناخواسته و اجباری بر آینده است هر وقت به این هوشیار بشی که داری برای لحظه بد زندگی میکنی در واقع از الگوی ذهن خودمحور خارج شده ای و بیدرنگ این امکان رو پیدا میکنی که انتخاب کنی توجه کاملت رو به این لحظه بدی. وقتی که توجه کامل خود رو به این لحظه میدی، شعوری بس والاتر از ذهن خود محور به زندگیت وارد میشه. هنگامی که از طریق ایگو یا منیت زندگی میکنی، همیشه لحظه حال رو وسیله‌ای در راه رسیدن به هدف کاهش میدی. برای آینده زندگی میکنی. اما وقتی که به اهدافت میرسیم اونا تو رو راضی نمی دست کم نه برای مدتی طولانی. وقتی که به روند انجام دادن کاری بیشتر توجه کنی تا به نتیجهی که قصد داری در آینده از اون کار به دست بیاری الگوی شرطی سازی خود مهورانه قدیمی رو به هم ریخته ای. اون وقت عمل تو نه تنها موثرتر بلکه بی نهایت رضایت بخشتر و پرنشادتر خواهد شد. تقریبا هر منیتی دست کم یک عنصر از اون چیزی که میتونیم هویت مظلوم به خانمی رو در بر داره برخی از افراد چنان تصویر قدرتمندی از مظلوم بودن خیش دارند که مظلوم بودن بخش اصلی ایگو یا منیت اونا میشه و آزردگی و گل گذاری بخش اصلی اون خود اونها میشه حتی اگر شکایت های تو کاملا موجه باشند برای خودت هویتی ساخته ای که بسیار شبیه زندانی با میله های از جنس اشکال فکری. ببین که با خودت چه می کنی؟ یا در واقع ذهنت با تو چه می وابستگی عاطفی رو که به داستان مظلوم بودنت داری احساس کن و نسبت به فکر کردن یا سخن گفتن در این باره هوشیار شو. به عنوان شاهد حالت درونی خیش حاضر باش. لازم از کاری بکنیم. چون دگرگونی و رهایی به همراه هوشیاری میاد. شکایت کردن و واکنش پذیری الگوهای مورد علاقه ذهن هستند و ایگو خودش رو از طریق اونها تقویت میکنه. بخش بزرگی از فعالیت ذهنی عاطفی مردم زیادی رو شکایت کردن و واکنش نشون دادن به این یا اون داد تشکیل میده. با این کار اشخاص یا اوزار رو نادرست و خود رو درست قلمداد میکنی اون وقت با درست بودن احساس برتری میکنی و از طریق احساس برتری مفهومی رو که از خود داری تقویت میکنی اما در حقیقت تو فقط توهم ایگو یا منیت رو تقویت کرده ای آیا میتونی این الگوها رو در خودت ببینی و صدای ناراضی موجود در سرت رو شناسایی کنی؟ خود خود محور نیاز به این داره که در مخالفت باشه چون هویت جدا از طریق جنگیدن با این یا اون و از طریق نشون دادن این من هستم و این من نیستم تقویت میشه غیر معمول نیست که قبیله ها کشورها و ادیان در برابر وجود دشمن احساس قوی تری از هویت جمعی خود داشته باشند بدون وجود کافران مؤمنان چه کسانی خواهند بود در روابطی که با دیگران برقرار میکنی آیا میتونی احساس های ظریف برتری یا فروتری نسبت به اونا رو تشخیص بدی این ایگو یا منیت که از طریق مقایسه زندگی میکنه حسادت یکی از پیامدهای جانبی منیت اگر پیش آمد خوبی برای دیگری پیش بیاد یا اگه کسی بیشتر از تو داشته باشه بیشتر بدونه یا توانایی بیشتری داشته باشه منیت احساس حقارت میکنه هویت منیت به مقایسه بستگی داره و از بیشتر تغذیه میشه منیت به هر چیزی چنگ میندازه اگر هیچ راه دیگه ای وجود نداشته باشه میتونی از این طریق که احساس کنی در زندگی بیشتر از شخص دیگه ای مورد بی ادالتی قرار گرفته ای یا بیشتر از شخص دیگه ای بیمار هستی احساس کاذب خود رو تقویت کنی داستان پندارهایی هایی که مفهوم خود را از اونها به دست میاری چیا هستن نیاز به مخالفت مقاومت و ترد کردن در ساختار خود خود محور نهادین است تا به این ترتیب بتونه احساس جدا بودن رو که تداوم بقاش به اون وابسته است حفظ کنه بنابراین من در برابر دیگران و ما یا در برابر آنها وجود خواهد داشت. معنیت به اختلاف داشتن با چیزی یا کسی نیاز داره. به همین دلیل با وجود اینکه در جستجوی آرامش، شادی و عشق هستی، نمیتونی اونا رو برای مدت طولانی تحمل کنی. میگی آرزومند خوشبختی هستی، در حالی که به بدبختیت معتادی. بدبختی تو در نهایت نه از وضعیت زندگیت که از تربیت ذهنته که برمیخیزه. آیا در رابطه با کاری که در گذشته کرده یا نکرده ای بار گناهی بر دوش خود احساس میکنی؟ اون چیزی که مسلمه بی تو بنا بر سطح آگاهی یا در واقع ناآگاهیت در اون زمان عمل کرده ای؟ اگر هوشیارتر و آگاهتر بودی رفتاری متفاوت داشتی. احساس گناه تلاش دیگه یه منیت تا هویت یعنی مفهومی از خود ایجاد کنه و برای منیت مهم نیست که این خود مثبت باشه یا منفی آنچه کرده یا نکرده ای تجلی ناآگاهی یا در واقع ناآگاهی بشر بوده اما منیت اونو شخصی میکنه و میگه من این کار رو کردم در نتیجه تو از خودت یک تصویر ذهنی به عنوان شخص بد حمل می‌کنی. در طول تاریخ انسان ها رفتارهای خشونتبار، ظالمانه و آزاردهنده بیشماری نسبت به هم داشتن و همچنان به این کار ادامه میدن. آیا باید همه اونها رو محکوم کرد؟ آیا تمامی اونها مقصرن؟ یا این رفتارها فقط نمودی از ناآگاهیه؟ مرحله ای از تکامل که اکنون در حال پشت سر گذاشتن اون هستیم. کلام عیسی که میگه آنها رو ببخش چرا که نمیدانند چه می کنند در رابطه با توهم کاربرد داره اگر قصد داری رها بشی اما برای این منظور هدفهای خود محورانه ای تعیین می کنی یعنی می خوای خودت رو بزرگ کنی یا به احساس مهم بودنت اضافه کنی حتی اگر به اون هدفها هم برسی باز هم راضی نخواهی شد رو تعیین کن اما بدون که رسیدن به اونها چندان مهم نیستن. هنگامی که هر چیزی از حضور برخیزه به این معنایه که این لحظه وسیله در راه هدف نیست. هر کاری که انجام میدی در هر لحظه خود به خود رضایت بخشه. در این صورت اکنون رو به وسیله برای رسیدن به نتیجه کاهش نمیدی. چون چنین کاری ناشی از آگاهی خود محوران است. هنگامی که از استاد بودایی خواستند تا معنای عمیق و آین بودا را شرح بده گفت بدون خود مسئله ای وجود نداره. فصل چهارم حال در ظاهر به نظر میرسه که لحظه حال فقط یکی از لحظات بیشماره. ظاهرا هر روز عمر از هزاران لحظه تشکیل شده که رویدادهای گوناگونی در اونها روی میدن. اما اگه عمیقتر نگاه کنی، آیا همیشه فقط یک لحظه نیست؟ آیا زندگی همواره همین لحظه نیست؟ این یک لحظه، یعنی لحظه حال، تنها موردیه که هیچ وقت نمیتونی از اون فرار کنی. و تنها عامل پایدار زندگی. هر چی پیش بیاد و هر اندازه زندگیت تغییر کنه یک چیز قطعیه همواره لحظه حاله از اونجایی که گریزی از حال و اکنون نیست چرا بهش خوش آمد نگی و باهاش دوست نشی هنگامی که با لحظه حال دوست میشی هر کجا باشی احساس آسودگی داری هنگامی که در حال آسوده نباشی به هر جا بری ناآرامی را همراه خواهی برد لحظه حال همان گونه که هست هست همواره آیا میتونی اجازه بدی که باشه تقسیم زندگی به گذشته حال و آینده ساخته ذهن و در نهایت توهمیه گذشته و آینده شکل‌های فکری و انتظاعات ذهنی گذشته رو فقط در حال میشه به یاد آورد. اون چیزی که به یاد میاری رویدادیه که در حال داره رخ میده. الان داری اونو به یاد میاری. آینده وقتی که برسه باز حاله. تنها مورد حقیقی، تنها موردی که همواره وجود داره همین الانه. لحظه حال معطوف کردن توجه خود به لحظه حال به معنای انکار ضروریات زندگی نیست بلکه تشخیص نکات اصلیه اون وقت میتونی بسیار راحت با نکات فرعی رو به رو بشی نمیگی من دیگه کاری به هیچ کاری ندارم چون فقط حال وجود داره نه ابتدا اصل رو دریاب و لحظه حال رو دوستت بکن نه دشمنت اون رو بپذیر و محترم بشمر وقتی که لحظه حال مبنا و کانون توجه زندگی توه زندگیت با آسودگی آشکار میشه جمع کردن ظرف ها طراحی یک پروژه تجارتی برنامه ریزی برای سفر کدوم مهمتره؟ انجام دادنشون یا نتیجه که میخوای از طریق انجام دادن اونا به دست بیاری این لحظه یا لحظه مبهمی در آینده آیا این لحظه رو به عنوان مانع میبینی که باید بر اون چیره بشی؟ آیا احساس میکنی باید به لحظه در آینده برسی که مهمتره؟ تقریبا همه بیشتر وقت رو به همین ترتیب زندگی میکنن. از اونجایی که آینده هیچ وقت نمیرسه مگر به صورت لحظه حال این شیوه زندگی ناکار آمده و جریان عمیق و مداومی از ناراحتی تنش و نارضایتی ایجاد میکنه. این نگرش زندگی رو که همیشه در حاله در لحظه حاله و هیچ وقت غیر از همین لحظه حال نیست محترم نمیشموره زنده بودن رو در بدنت حس کن این احساس تو رو به لحظه حال متصل می کنه. در نهایت مسئولیت زندگی تو نمیپذیری مگر اینکه مسئولیت این لحظه رو پذیرفته باشی لحظه حال رو چرا که حال یگان مکانیه که زندگی رو میشه در اون پیدا کرد. پذیرفتن مسئولیت این لحظه به این مفهومه که در درون با چنینی بودن حال با اون چیزی که حال همکنون هست مخالفت نمی کنی و با اون چیزی که هست ستیز نمی کنی. به این معناست که با زندگی هماهنگ هستی. حال همون گونه که هست هست چون نمیتونه جز اون باشه. اون چیزی رو که پیروان بودا همواره میدانستن فیزیکدانان اکنون تایید میکنن که میگه هیچ پدیده یا رویداد مجزایی وجود نداره. زیر این نمای ظاهری همه چیزها به هم متصل و جزئی از تمامیت کیهانی هستند که شکل کنونی رو پدید آورده. وقتی به اون چیزی که هست بله میگی با قدرت و شعور زندگی هماهنگ میشی. فقط در اون هنگامه که میتونی باعث ایجاد دگرگونی های مثبت در جهان بشی. یک تمرین معنوی ساده اما اساسی اینه که هر چیزی رو که در لحظه حال پدید میاد از درون و بیرون بپذیری. هنگامی که توجه تو به لحظه حال منتقل میشه، هوشیاری پدید میاد. انگار در حال بیدار شدن از خواب و رویایی هستی. رویای فکر، رویای گذشته و آینده. چه سادگی و چه وضوحی. جایی برای مسئله سازی نیست. فقط این لحظه است. همان گونه که هست. در اون لحظه ای که توجه تو به لحظه حال معطوف میکنی، به لحظه حال وارد میشی و در میابی که زندگی مقدسه. وقتی که حاضر هستی تقدس همه چیز رو درک می کنی. از چقدر بیشتر در لحظه حال زندگی کنی شادی ساده اما والای وجود و تقدس کل زندگی رو بیشتر احساس خواهی کرد. بیشتر مردم حال رو با اون چیزی که در اون داره رخ میده اشتباه می گیرن، اما چنین نیست حال عمیقتر از رویدادیه که در اون رخ میده در حقیقت حال همون فضایی که رویداد داره در اون رخ میده بنابراین محتوای این لحظه رو با حال اشتباه نکن لحظه حال عمیقتر از هر محتوایی که در اون پدید میاد هنگامی که به لحظه حال قدم میذاری از محتوای ذهنت خارج میشی در این حالت جریان بیوقفه تفکر کند میشه دیگه افکار همه توجهتو نمیبلند و تو رو به تمامی در خود فرو نمی در این وضعیت بین افکار وقفه های و سکونی پدید میاد که به تدریج گسترش پیدا میکنه و به تدریج درک میکنی که چه اندازه از فکرات گسترده تر و عمیق تری. افکار، عواطف، دریافت های حسی و همه تجربیات محتوای زندگی تو رو تشکیل میدن. تو مفهوم خود رو بر مبنای زندگی من شکل میدی و زندگی من محتواه یا تو اینطوری باور داری تو پیوسته بدیهی ترین واقعیت رو ندیده میگیری یعنی درونی ترین احساس من هستم در وجود تو هیچ ربطی با اون چیزی که در زندگیت رخ میده نداره. هیچ ارتباطی با محتوا نداره اون احساس من هستم با حال یکیه و همیشه همین گونه باقی خواهد موند در کودکی و سالخوردگی در سلامت یا بیماری در موفقیت یا شکست من هستم یا همون فضای حال در عمیقترین سطح دست نخورده باقی میمونه اما معمولا این درونی ترین احساس با محتوا اشتباه گرفته میشه و در نتیجه من هستم یا حال رو از طریق محتوای زندگیت فقط به طور غیر مستقیم و خفیف تجربه میکنی. به عبارت دیگه احساس بودن تو توسط شرایط، جریان تفکر و چیزهای بسیار این جهان کدر میشه. حال توسط زمان پوشیده میشه. در نتیجه ریشه داشتن در وجود یعنی حقیقت الهی خودتو فراموش میکنی یا در جهان گم میشی. گمگشتگی، خشم، افسردگی، خشونت و تضاد وقتی پدید میان که انسانها فراموش میکنن چه کسی هستن. اما چه ساده است به یاد آوردن حقیقت و در نتیجه بازگشت به خانه. یعنی من افکار، عواطف، دریافت حسی و تجربه هام نیستم. من محتوای زندگیم نیستم. من زندگی هستم. فضایی هستم که همه چیز در اون روی میده. من آگاهی هستم. حال هستم. من هستم. فصل پنجم وجود حقیقی تو حال از آن کسی که در عمیقترین سطح هستی جدا نشدنیه. موارد بسیاری در زندگی تو مهم هستند اما فقط یک مورد به طور مطلق اهمیت داره. مهمه که در جهان موفق باشی یا ناموفق، سلامت باشی یا بیمار، تحصیل کرده باشی یا کم سوار، پول پولدار باشی یا بی پول. بی تردید همه این موارد روی زندگی تو تاثیر گذارن. بله، همه این موارد اهمیت دارن اما اهمیتشون به صورت نسبیه نه به طور مطلق موردی وجود داره که از همه اینها مهمتره و اون یافتن ذات وجوده در ورای موجودیت موقتی و مفهوم شخصی و گذرای خود تو آرامش رو نه با تغییر دادن وضعیت زندگیت که با پی بردن به اینکه در عمیقترین سطح چه کسی هستی به دست خواهی آورد. تناسخ به تو کمکی نمیکنه اگه در ظهور بعدی باز هم ندونی چه کسی هستی. تمامی بدبختی های سیاره از مفهوم شخصی من یا ما ناشی میشه. این مفهوم ذات وجود رو میپوشونه. وقتی که به اون ذات درونی آگاه نباشی، در نهایت همواره بدبختی میآفرینی. موضوع به همین سادگیه وقتی که نمیدونی چه کسی هستی یک خود ذهنی میسازی تا جایگزین وجود الهی و زیبای تو بشه و به اون خود حراسان و نیازمند میچسبی اون وقت حمایت و تقویت اون مفهوم کاذب خود نیروی محرک اصلیت میشه بسیاری از عبارات رایج و گاه ساختار خود زبان این حقیقت رو آشکار میکنن که مردم نمیدونن چه کسی هستم. میگی اون زندگیشو از دست داد یا زندگی من انگار زندگی رو میشه مالک شد یا از دست داد. حقیقت اینه که تو زندگی نداری. تو زندگی هستی. یگان زندگی و تنها آگاهی که سراسر کیهان رو فرا گرفته و به اشکال موقتی در میاد تا خود رو به صورت سنگ، علف، حیوان، انسان، ستاره یا کهکشان تجربه کنه. آیا در اماق وجودت میتونی احساس کنی که این راز رو از پیش میدونستی؟ آیا میتونی احساس کنی که تو همکنون اون حیات یگانه هستی؟ برای بیشتر امور زندگی نیاز به زمان داری. مثلا برای یادگیری یک هنر تازه، ساختن خونه، متخصص شدن، چای درست کردن، و غیره نیاز به زمان داری اما برای اصلی ترین مورد زندگی تنها موردی که واقعا مهمه یعنی خودشناسی زمان اهمیتی نداره خودشناسی یعنی شناخت اون کسی که در ورای خود سطحی چه کسی هستی در ورای نام شکل جسمانی پیشینه و داستانت نمیتونی خودتو در گذشته یا آینده پیدا کنی تنها مکانی که میتونی خودتو در اون پیدا کنی در حاله. رهروان معنوی در پی خودشناسی روشنبینی به آینده چشم میدوزن. رهرو بودن این معنای زمینی رو در داره که نیاز به آینده داری. اگر اعتقاد تو بر این باشه برات واقعیت پیدا خواهد کرد. به زمان نیاز خواهی داشت تا وقتی که دریابی برای اون کسی که هستی اون کسی که باشی نیازی به زمان نداری وقتی که به درختی نگاه می کنی، نسبت به درخت هوشیار هستی. هنگامی که فکر یا احساسی داری، در مورد اون فکر یا حس هوشیار هستی. وقتی که تجربه لذت بخش یا دردناکی داری، نسبت به اون تجربه هوشیار هستی. به نظر میرسه اینها عبارتهای بدیهی باشن، اما اگه به دقت اونا رو بررسی کنی، متوجه میشید که به گونه ای توهمی بنیادی در ساختارشون نهادینه شده توهمی که هنگام به کارگیری زبان گریز نپذیره. فکر و زبان دوگانگی ظاهری و شخص جدایی رو ایجاد میکنن در حالی که در حقیقت اینطوری نیست حقیقت اینه که تو کسی نیستی که نسبت به درخت فکر احساس یا تجربه هوشیاری تو همون هوشیاری هستی یا همون آگاهی هستی که درون اون چیزا وجود داره و به اونها شکل میده. در حالی که به امور زندگیت میپردازی، آیا میتونی خود رو به صورت هوشیاری ببینی که تمامی محتوای زندگی تو درون آشکار میشه؟ میگی من میخوام خودم رو بشناسم. تو اون من هستی. تو شناختن هستی. و تو آگاهی هستی که با اون همه چیز شناخته میشه. این آگاهی نمیتونه خودش رو بشناسه چون اون همون خودشه در ورای این آگاهی چیزی برای دونستن نیست و با این همه تمامی دانستن ها از اون برمیخیزه من نمیتونه خود رو موضوع دانش و آگاهی قرار بده پس تو نمیتونی موضوع خودت بشی به همین دلیل توهم هویت خود نهوران پدید اومده چون خودت رو به طور ذهنی تبدیل به موضوع کردی میگی این من هستم و اون وقت شروع میکنی به برقراری رابطه با خودت و داستان تو برای خودت و دیگران تعریف میکنی. هنگامی که خود رو به صورت آن هوشیاری که جهان نمود در اون شکل میگیره بشناسی از وابستگی به نمودها آزاد میشی و از جستجو در پی وضعیت ها و شرایط رها میشی به بیان دیگه اون چیزی که رخ میده یا نمیده دیگه اون همه برات مهم نیست در این حالت از سنگینی و جدیت امور کاسته میشه نوعی بازیگوشی به زندگیت وارد میشه و درک میکنی که این جهان یک رقص کیهانیه رقص اشکال نه کمتر نه بیشتر هنگامی که میدونی در حقیقت چه کسی هستی آرامشی پرشور و جاودانی در تو پدید میاد میتونی اون رو شادی بخونی چون شادی همینه آرامشی که با زندگی ارتعاش پیدا میکنه شادی شناخت خودت به عنوان ذات زندگی پیش از اون که زندگی شکلی بگیره این شادی بودنه شادی وجود حقیقی تو همونطور که آب میتونه جامد، مایه یا گاز باشه آگاهی هم میتونه منجمد به صورت ماده فیزیکی مایه به صورت فکر و ذهن یا بیشکل به صورت آگاهی ناب باشه. آگاهی ناب زندگی پیش از نمود و اون زندگی از طریق چشمان تو به دنیای اشکال نگاه میکنه. چون آگاهی همونیه که تو هستی. وقتی که خودت رو به صورت اون آگاهی بشناسی، اون وقت خودت رو در همه چیز تشخیص میدی. این حالتی از روشنی کامل درکه. دیگه موجودی با گذشته سنگین نیستی که هجابی از مفاهیم رو با خود هم کنی و همه ی تجربه ها رو بر اساس اون مفاهیم تفسیر کنی. هنگامی که بدون تفسیر درک کنی، اون وقت میتونی احساس کنی اون که درک میکنه کیه؟ این بهترین توصیفیه که میتونیم در محدوده زبان در این باره بگیم. اینکه او زمینه ای از سکون هوشیاره که درک در اون رخ میده. آگاهی بدون شکل از طریق تو نسبت به خود هوشیار شده. زندگی بیشتر افراد توسط خواسته و ترس داره میشه. خواسته نیاز به افزودن چیزی به تو تا به طور کاملتری خودت باشی. تمامی ترس ها ترس از دست دادن چیزی و در نتیجه کمتر بودن و از بین رفتنه. این دو حرکت این واقعیت رو میپوشونن که بودن دادنی و گرفتنی نیست. بودن به طور کامل همکنون در درون تو حال پس ششم پذیرش و تسلیم هرگاه تونستی نگاهی به درون خودت بیافکنی و ببینی که آیا ناآگاهانه بین درون و بیرون بین وضعیت خارجیت در این لحظه یعنی در جایی که هستی با فردی که هستی یا کاری که انجام میدی و افکار و عواطف تضاد ایجاد می کنی. آیا میتونی احساس کنی هنگامی که از درون با اون چیزی که هست مخالفت می کنی؟ چقدر درد می وقتی که متوجه این نکته شدی، درک خواهی کرد که اکنون آزاد هستی تا این تضاد بی حاصل، این جنگ درونی رو کنار بذاری. اگه قرار بود واقعیت درونی خود را هر لحظه به کلام بیاری، چند بار در روز باید می گفتی؟ نمیخوام در جایی که هستم باشم انگامی که در جایی که نمیخوای باشی هستی مثلا توی ترافیک، محل کار، سالن انتظار، فرودگاه یا کنار اطرافیانت چه احساسی داری؟ البته درسته که خوب از برخی مکانها خارج بشی و شاید برخی از اوقات مناسب ترین کار برات همین باشه اما در موارد بسیاری این انتخاب نداری که خارج بشی در همه اون موارد من نمیخوام اینجا باشم نه تنها بیفایده بلکه مخربه و موجب ناشادی تو و دیگران میشه. میگن که هر کجا بری اونجا هستی. به عبارت دیگه تو همیشه اینجا هستی. آیا پذیرفتن این موضوع اینقدر دشواره؟ آیا واقعا نیاز داری به همه دریافتهای حسی و تجربیاتت برچسب ذهنی بزنی؟ آیا واقعا نیاز داری که رابطه واکنشی دوست داشتن دوست نداشتن و با زندگی داشته باشی و تقریبا همیشه با شرایط و مردم در تضاد باشی یا این فقط یک عادت ذهنی عمیقه که میتونه تغییر پیدا کنه لازم نیست کاری انجام بدی فقط اجازه بده که این لحظه همان گونه که هست باشه نه عادتی و واکنشی در برابر این لحظه منیت رو تقویت میکنه و بله اون رو تضعیف میکنه هویت شکلی تو یعنی منیت نمیتونه در تسلیم دوام بیاره خیلی وقتا میگی انقدر کار دارم بله اما با چه کیفیتی کار میکنی؟ رانندگی کردن تا محل کار، صحبت کردن با مشتری ها، کار کردن با کامپیوتر، انجام کارهای متفرقه و روبرو شدن با موارد بیشمار زندگی روزانه ی تو رو تشکیل میدن. در کاری که انجام میدی چقدر کامل هستی؟ آیا اونها رو در حالت تسلیم انجام میدی یا غیر تسلیم؟ این نکته است که موفقیت تو رو در زندگی تعیین میکنه نه مقدار تلاشی که میکنی. تلاش نشانگر فشار و خستگیه. نیاز رسیدن به نقطه معینی در آینده یا رسیدن به نتیجه خاص. آیا میتونی جزئی ترین مخالفت درونی رو در برابر کاری که انجام میدی تشخیص بدی. این انکار زندگیه و بنابراین ممکن نیست نتیجه واقعا موفقیت آمیزی داشته باشه. اگه میتونی این مخالفت رو در خودت تشخیص بدی، آیا میتونی اونو کنار بذاری و در کاری که انجام میدی به طور کامل باشی؟ یکی از استادان زن جوهر زن رو اینطوری تعریف میکنه که انجام دادن تک به تک کارها انجام دادن یک کار در یک زمان به این معنیه که در اون چیزی که انجام میدی به طور کامل باشی و توجه کامل تو به اون بدی این کار کردن در حالت تسلیم و عملی با اقتداره هنگامی که اون چیزی رو که هست میپذیری به سطح عمیقتری میری جایی که حالت درونی تو و همینطور مفهومی که از خودت داری دیگه به داوری های خوب یا ها بد ذهن وابسته نیست. انگامی که به هستن زندگی بله میگی وقتی که این لحظه رو همون طوری که هست میپذیری میتونی وسعتی رو در درونت احساس کنی که عمیقا آرامش بخشه. در سطح ممکن از هوای آفتابی شاد بشی و از هوای بارونی اندوهگین. ممکنه از بردن یک میلیون دلار شاد بشی و از باختن همه داراییت اندوهگین اما دیگه نشادی و نه اندوه چندان به عمق وجودت راه پیدا نمیکنن اونا امواج کم عمقی در سطح وجودت هستن. شرایط بیرونی از هر نوعی که باشه زمینه آرامش درونی تو دست نخورده باقی میمونه بله به اون چیزی که هست بود عمیق از درونت رو آشکار میکنه که نه به شرایط بیرونی وابسته است و نه به وضعیت درونی افکار و عواطف پیوسته در تغییر هنگامی که متوجه طبیعت ناپایدار تمامی تجربه ها بشی و به این نکته پی ببری که جهان نمیتونه هیچ چیزی به تو بده که تا ابد ارزشمند باشه تسلیم برات بسیار ساده تر میشه اون وقت باز هم با افراد معاشرت خواهی کرد در تجربه ها و فعالیت ها شرکت خواهی کرد اما بدون خواسته ها و ترس های خود خود محور یعنی دیگه برات ضروری نیست که وضعیت شخص مکان یا رویدادی حتما تو رو راضی یا شاد بکنه و به طبیعت گذرا و ناقص پدیده ها اجازه وجود میدی معجزه در اینه که وقتی که خواسته غیر ممکن خود رو کنار میذاری هر وضعیت، شخص، مکان یا رویدادی نه تنها رضایت بخش میشه بلکه هم مهنگتر و آرامش بخشتر هم میشه. وقتی که این لحظه را به طور کامل پذیرا بشی و هنگامی که دیگه با اون چیزی که هست جر و بحث نداشته باشی وسواس فکر کردن کاهش پیدا میکنه و سکونی هوشمند جای اونو میگیره در این حالت به طور کامل آگاه هستی اما ذهن به هیچ عنوان برچسبی به این لحظه نمیزنه. این حالت عدم مقاومت درونی در آگاهی نامشروط رو که بی نهایت از ذهن بشر بزرگتره به روی تو باز میکنه. آنگاه این شعور عظیم میتونه خود رو از طریق تو ابراز کنه و هم از درون و هم از بیرون یارید کنه. به همین دلیله که اغلب با رها کردن مقاومت درونی وضعیت بهبود پیدا میکنه. آیا میگم از این لحظه لذت ببر و شاد باش؟ نه. چنین چیزی نمیگم. دارم میگم چنین بودن این لحظه رو اون چیزی رو که هست مجاز اون اونو بپذیر همین کافیه تسلیم تسلیم به این لحظه است نه به داستانی که این لحظه رو از طریق اون تفسیر می کنی و سپس سعی داری به اون تن در بدی. برای نمونه ممکنه نقص عضوی داشته و دیگه قادر به راه رفتن نباشی. وضعیت همینیه که هست. شاید ذهن داستانی با این مضمون بسازه که حاصل زندگیم این بود و آخر و عاقبتم به صندلی چرخدار افتاد. زندگی با من خیلی ظالمانه و غیر منصفانه برخورد کرد. حق من این نبود. آیا میتونی هستن این لحظه رو اون چیزی رو که هست بپذیری و اون رو با داستانی که ذهن پیرامون اون ساخته مخلوط نکنی تسلیم هنگامی میاد که دیگه نپرسی چرا این اتفاق برای من افتاد حتی در بظاهر دردناکترین و دشوارترین وضعیت ها هم خیر عمیقی نهفته است هر فاجعه ای بذر لطف رو در بر خود داره در طی تاریخ زنان و مردانی بودند که در رویارویی با زیانهای بزرگ بیماری زندانی شدن یا مرگ قریب الوقوع وضعیت بظاهر ناپذیرفتنی را پذیرفتند و در نتیجه به آرامشی دست پیدا کردند که از همه درکا بالاتره پذیرفتن وضعیت‌های ناپذیرفتنی بالاترین منبع خیر در این جهانه وضعیت هایی وجود دارن که هیچ پاسخ یا توضیحی در توجیه اونها وجود نداره. زندگی بیمنی میشه یا شخص دردمندی از تو درخواست یاری میکنه و تو نمیدونی چیکار کار کنی یا چی بگی. هنگامی که به طور کامل بپذیری که نمیدونی تقلا برای پیدا کردن پاسخ از طریق ذهن متفکر و محدود و کنار میذاری و آنگاه شعور والاتری میتونه از طریق تو عمل کنه. در این حالت حتی فکر میتونه از اون وضعیت بهره ببره چون شعور بالاتر میتونه در فکر جاری بشه و با اون الهام بده. بعضی وقتا تسلیم به معنی کنار گذاشتن تلاش برای فهمیدن و آسوده بودن با ندانستنه. آیا افرادی رو میشناسی که به نظر میرسه وظیفه اصلی اونا در زندگی بدبخت کردن خودشون و دیگران و انتشار ناراحتی باشه؟ اونا رو ببخش. جان این افراد هم در بیدار کردن بشریت سهیمند نقشی که اونها بازی میکنند اینه که کابوس آگاهی خودمحور یعنی حالت عدم تسلیم رو به بارزترین شکل نشون میدن به دل نگیر وجود حقیقی اونها این نیست میتوان گفت که تسلیم جابجایی درونی از مقاومت به پذیرش و از نه به بلست هنگامی که تسلیم میشی مفهومی که از خود داری از هویت واکنشی یا داوری ذهنی جابجا جا میشه و به فضای پیرامون واکنش یا داوری تبدیل میشه تو از جایی که خود رو با شکل یعنی فکر یا عاطفه یکی میدونی به بودن و تشخیص خود به عنوان اون چیزی که هیچ شکلی نداره یعنی هوشیاری گسترده منتقل میشی هر چیزی رو که به طور کامل بپذیری از جمله پذیرفتن اینکه نمیتونی بپذیری و در حال مخالفت هستی تو رو به آرامش میبره زندگی رو رها کن بگذار باشه فصل هفتم طبیعت ما فقط برای بقای جسمانی به طبیعت متکی نیستیم ما به طبیعت نیاز داریم تا راه خانه، راه خروج از زندان ذهنهامون رو نشونمون بده. ما در انجام دادن، فکر کردن، به یاد آوردن و پیش بینی کردن گم شده ایم. ما در هزار توی پیچیدگی و جهانی از مشکلات گم شده ایم. اون چیزی رو که سنگ ها، گیاهان و حیوانات هنوز می دونن، ما فراموش کرده ایم. فراموش کرده ایم که چگونه باشیم، آرام باشیم، خودمون باشیم اونجا که زندگی هست باشیم یعنی اینجا و اکنون هرگاه توجه به هر چیز طبیعی یعنی هر چیزی که بدون دخالت بشر به وجود آمده معطوف میکنی و از زندان تفکر ذهنی خارج میشی و تا حدودی در حالتی از وصل با وجود که هنوز همه چیز به صورت طبیعی در اون زندگی میکنه شرکت میکنی معطوف کردن توجه به سنگ، درخت یا حیوان به این معنی نیست که به اون فکر کنی. بلکه فقط اونو مشاهده کن و در هوشیاریت نگه دار. اون وقتی که چیزی از ذات اون پدیده به تو منتقل میشه. میتونی احساس کنی که چه ساکنه و با این کار همون سکون در درون تو هم پدید میاد. احساس میکنی چه عمیق در وجود آرمیده چه کامله با اون چیزی که هست و اون جایی که هست یکی شده و با درک این نکته تو هم در اعماق وجودت به همان آرام کده میرسی هنگامی که در طبیعت قدم میزنی یا می آرامی به طور کامل در اونجا باش و اون قلم رو رو محترم بشمر ساکن شو بنگر و گوش بسپار ببین چطوری هر حیوان و هر گیاهی کاملا خودشه. اونا برخلاف انسان ها خودشون رو دوشقه نکردن. اونها از طریق تصاویر ذهنی که از خود دارن زندگی نمی کنن و در نتیجه مجبور نیستن نگران تلاش در راه حفظ و تقویت اون تصاویر باشن. گوز خودشه. گل نرگس خودشه. تمامی پدیده های طبیعت نه تنها با خودشون یکی هستند بلکه با کل هم یگانگی دارن اونا با این دا که موجودی مجزا هستن خود را از بافت کل جدا نکردن. اونها نمیگن من و بقیه جهان. مشاهده طبیعت میتونه تو را از من فتنگر از ایگو رها کنه. نسبت به صداهای ظریف و بیشمار طبیعت هوشیار شو. خشخش برگ ها در باد. ریزش قطره های باران. وزوز حشره ها نخستین چهچهه پرندگان در صبحگاهان خودت رو به طور کامل در اختیار گوش سپردن قرار بده فراتر از صداها چیزی بزرگتر وجود داره یعنی تقدسی که نمیتوان از طریق فکر اون رو فهمید تو بدن تو ای و قادر نیستی کار کرده اونو کنترل کنی شعوری بالاتر از ذهن بشر در کاره همون شعوری که تمامی طبیعت رو حفظ میکنه. با هوشیار بودن به میدان انرژی درونی یعنی حس کردن زندگی و حضور حیات بخش در بدن تا اونجایی که ممکنه به اون شعور نزدیک میشی. بازیگوشی و شادی یک سگ، عشق بیقید و شرطش و آمادگی موجود برای تجلیل کردن زندگی در هر لحظه اغلب با حالت درونی صاحب سگ به شدت تفاوت داره. صاحب سگ افسرده، نگران، زیر بار مشکلات، گمگشته در افکار و قایب از تنها مکان و زمان موجود یعنی اینجا و اکنونه. انسان به این فکر میفته که سگ در کنار این شخص چطوری میتونه این همه متعادل و پرنشات باقی بمونه؟ هنگامی که به طبیعت فقط از طریق ذهن از طریق تفکر نگاه می کنی نمی تونی حیات یعنی بودنش رو حس کنی تو فقط شکل رو می بینی و از زندگی درون شکل یعنی اون راز مقدس آگاه نیستی فکر طبیعت رو به کالایی در راه کسب پول، دانش یا منافع دیگه تقلیل میده. جنگل کهن به الوار تبدیل میشه، کبوتر به پروژه پژوهشی و کوه به چیزی که باید درونش رو حفاری کرد یا اون رو فتح کرد. انگامی که طبیعت رو مشاهده می کنی اجازه بده فضاهایی از بیفکری و بیزهنی حضور داشته باشن وقتی که به این شیوه نزد طبیعت میری به تو پاسخ میده و در تکامل آگاهی بشر و سیاره شرکت میکنه بنگر که یک گل چه اندازه حضور داره چقدر تسلیم زندگیه آیا هیچگاه به گیاهی که در منزل داری به راستی نگریسته ای؟ آیا اجازه داده ای که اون موجود آشنا و در عین حال اسرارآمیزی میزی که اسمش رو گیاه گذاشته ایم رازهاش رو به تو یاد بده؟ آیا توجه کرده ای که از چه آرامش جرفی برخورداره؟ چگونه در احاطه میدانی از سکون قرار داره؟ همین که متوجه سکون و آرامشی که گیاه منتشر میکنه بشی، اون گیاه آموزگار تو میشه. به حیوان گل یا درختی بنگر و ببین که چگونه در وجود آرمیده هر موجودی طبیعت خود رو میپذیره و وقار بیگناهی و تقدس بسیار داره اما برای اینکه این, این ویژگی ها رو ببینی باید به ورای عادت ذهنی نامگذاری و برچسبگذاری بری همین که فراسوی برچسب های ذهنی رو بنگری بود وصف ناپذیر طبیعت رو که از طریق فکر قابل درک و از طریق حواس قابل دریافت نیست احساس خواهی کرد. همون هماهنگی و تقدسی که نه تنها کل طبیعت رو فرا گرفته بلکه در درون تو نیز هست. هوایی که تنفس میکنی کنی طبیعته. روند تنفس هم همینطور. به تنفس توجه کن و دریاب که تو این کار رو انجام نمیدی. این نفس طبیعته. اگه قرار بود نفس کشیدن و به یاد داشته باشی خیلی زود میمردی و اگه سعی میکردی جلوی تنفس رو بگیری طبیعت بر تو پیروز میشد هوشیار شدن به تنفس و نگهداری توجه بر اون قدرتمندترین و عمیقترین شیوه برقراری ارتباط با طبیعت این کار بسیار التیام بخش و نیرومنده و موجب جابجایی آگاهی از جهان ذهنی فکر به قلمرو آگاهی نامشروط میشه. به طبیعت نیاز داری تا آموزگار تو بشه و یاریت کنه تا دوباره با وجود متصل بشی. اما نه تنها تو به طبیعت نیاز داری، طبیعت هم به تو نیاز داره. تو از طبیعت جدا نیستی. همگی ما بخشی از اون یگانه زندگی هستیم که خود رو به صورت اشکال بیشمار در سراسر هستی جلوگر میکنه. شکلهایی که همگی به گونه کامل با هم مرتبط هستند. هنگامی که تقدس، زیبایی، سکوت و وقار اجاب آوری رو که منزلگاه هر گل یا درختی دریابی، به گل یا درخت چیزی اضافه می کنی. از طریق شناخت و هوشیاری تو، طبیعت هم به شناخت خود دست پیدا می طبیعت از طریق تو زیبایی و تقدس خود رو در میابه. فضایی پهناور و خاموش تمامی طبیعت رو در آغوش گرفته. همون فضا تو رو نیز در بر داره. فقط هنگامی که در درون ساکن هستی به قلم روی سکونی که سخره ها گیاهان و حیوانات در اون منزل دارن دسترسی پیدا می فقط هنگامی که ذهن پر هم همه تو آروم بگیره میتونی به گونه ای عمیق با طبیعت ارتباط برقرار کنی و به ورای اون احساس جدایی بری که از تفکر بیش از حد ناشی میشه. فکر کردن مرحله ای از تکامل زندگیه. طبیعت در سکون معصومانه ای که از پیدایش فکر قدیم تره وجود داره. درخت، گل، پرنده و صخره متوجه زیبایی و تقدس خود نیستن. انگامی که انسانها ساکن میشن به ورای فکر میرن. بود دیگری از دانستن و هوشیاری در سکونی که ورای فکر وجود داره. طبیعت میتونه تو رو به سکون بیاره. این هدیه طبیعت به تو. هنگامی که حوزه سکون رو در و در اون به طبیعت میپیوندی، آگاهی تو در اون حوزه پخش میشه. این هدیه تو به طبیعته. طبیعت از طریق تو متوجه خود میشه گویی که میلیون ها سال در انتظار تو بوده فصل هشتم روابط چه سریع درباره افراد رأی صادر می کنیم و به نتیجه گیری درباره اونا می پردازیم. برچسب زدن به انسانی دیگه، دادن هویت ذهنی به اون، داوری کردن اون و حق به جانب دانستن خودمون و اعلام کردن این حکم برای ذهن خود محفر رضایت بخشه. هر انسانی شرطی شده که به شیوه های خاص فکر و رفتار کنه. شخص نه تنها با تجربه های دوران کودکی و محیط فرهنگی بلکه به طور ژنتیکی هم شرطی شده. اون وجود حقیقی فرد نیست بلکه ظاهرشه. وقتی که کسی رو قضاوت میکنی، الگوهای ذهن شرطی رو با وجود حقیقی اون اشتباه میگیری. انجام این کار خودش الگوی عمیقا ناآگاهانه و, و شرطیه. تو به فرد هویتی ذهنی میدی و اون هویت کاذب نه تنها برای اون شخص بلکه برای خود تو هم زندان میشه. کنار گذاشتن داوری به این مفهوم نیست که نمیبینی دیگران چه میکنن. به این معنیه که تشخیص میدی رفتار اونها شکلی از شرطی شدنه. اونا میبینی و همون طوری که هست میپذیری. اما بر این مبنا هویتی برای اون شخص نمیسازی. این تو و دیگری رو به یک اندازه از هویت شرطی شکلی و ذهنی نجات میده. اون وقتی که دیگه ایگو و منیت روابط تو رو اداره نمیکنه. مادامی که منیت زندگی تو رو اداره میکنه، بیشتر افکار، عواطف و رفتارها از خواسته و ترس نشأت میگیرن. آنگاه در روابطی که داری یا از شخص دیگه چیزی میخوای یا از چیزی در رابطه باهاش میترسی اون چیزی که ازش میخوای ممکنه لذت یا دستاوردی مادی یا قدردانی ستایش یا توجه باشه و یا شاید از طریق مقایسه با اون خودتو برتر، داراتر یا داناتر تعیین میکنی و در نتیجه احساسی رو که از خود داری تقویت میکنی اما ترس تو از اینه که امکان داره کاملا برعکس باشه و اون اون چیزی رو که خود میانگاری به گونه تغییر کنه هنگامی که لحظه حال رو مرکز توجه خود می و اون رو به عنوان وسیله برای رسیدن به هدف به کار نمی به ورای ایگو و میری و تسلیم این اجبار ناآگاهانه نمی شید که انسانها رو به عنوان وسیله هایی در راه هدف یعنی مثلا هدف بزرگ کردن خود به بهای دیگران به کار بگیری. هنگامی که توجه کاملت رو به شخص مقابل میدی گذشته و آینده را از رابطه بیرون میکشی مگه در موارد عملی انگامی که در رویا روی با هر فردی به گونه کامل حضور داشته باشی اون هویت ذهنی رو که در موردش ایجاد کرده ای یعنی تفسیری رو که از وجود و رفتار اون در گذشته ساخته ای رها می کنی. اکنون میتونی بدون حرکت های خود مهورانه خواسته و ترس با این فرد تبادل کنی. توجه که خود سکون هوشیاره کلیده. چه زیباست که در روابطت به ورای خواسته و ترس بری. عشق چیزی نمیخواد و از چیزی نمیترسه. اگر گذشته او گذشته تو، درد او درد تو و سطح آگاهی او سطح آگاهی تو بود، درست مثل اون فکر و رفتار می کردی. با این درک، بخشایش، همدلی و آرامش همراهه. منیت دوست نداره این حقایق رو بشنوه چون اگه نتونه واکنشی یا حق به جانب باشه، قدرتشو از دست میده. هنگامی که هر کسی رو که به فضای حال میاد به عنوان مهمانی والا مقام پذیرا میشی، اون هنگام که اجازه میدی هر کسی همون گونه که هست باشه، اون شخص شروع میکنه به دگرگون شدن. برای شناخت ذات دیگری، واقعا لازم نیست چیزی دربارش بدونی. لازم نیست گذشته، پیشینه و داستان اونو بدونی. ما دانستن درباره فرد رو با شناخت عمیق و غیر اون شخص اشتباه میگیریم. دانستن درباره و شناخت کاملا متفاوت هستند. یکی در ارتباط با شکل و دیگری در ارتباط با بیشکلی. یکی از طریق فکر عمل میکنه و دیگری از طریق سکون. دانستن درباره یک فرد برای اهداف عملی مفیده و در اون سطح لازمه. اما وقتی که دانستن مشخصه اصلی روابط میشه بسیار محدود کننده و حتی ویرانگر میشه افکار و مفاهیم مانعی تصنعی ایجاد میکنن و بین افراد جدایی میندازن اون وقتی که روابط تو از وجود نشأت نمیگیرن بلکه بر مبنای ذهن هستن بدون موانع ذهنی عشق به طور طبیعی در تمامی روابط انسانی حضور داره بیشتر روابط انسان ها به تبادل کلام یعنی قلم فکر محدوده. مهمه که قدری سکون به روابط و به ویژه به روابط صمیمانه وارد کنی. هیچ رابطه ای نمیتونه بدون اون احساس گستردگی که همراه سکون میاد رشد کنه. با همدیگه مراقبه کنید یا اوقاتی رو کنار هم در سکوت میان طبیعت بگذرانید. وقتی که با همدیگه راه میرید یا در خونه یا در اتومبیل میشینید با قرار گرفتن در سکون کنار هم دیگه آسوده باشید. لازم نیست و نیازی ندارید که سکون رو بیافرینید. فقط سکونی رو که وجود داره، سکونی رو که توسط هم همه ذهن پوشیده شده پذیرا باشید. اگر سکون گسترده در رابطه ای وجود نداشته باشه، اون رابطه در اختیار ذهن قرار میگیره و به سادگی میتونه مغلوب مسائل و اختلاف ها بشه. اگه سکون وجود داشته باشه، همه چیز رو در بر میگیره. گوش سپردن حقیقی راه دیگهی برای آوردن سکون به رابطه است. وقتی که به راستی به کسی گوش میدی بود سکون پدید میاد و بخش عمده ای از رابطه میشه. اما گوش سپردن حقیقی هنر کیمیاییه. معمولا بخش عمده توجه شخص صرف فکر کردن میشه. در بهترین حالت شاید طرف مقابل مشغول ارزیابی سخنان تو بشه یا در این فکر باشه که سخن بعدیش چه خواهد بود یا شاید هم اصلا گوش نده و غرق در افکار خودش باشه گوش سپردن حقیقی به ورای درک شنیداری میره گوش سپردن حقیقی پدید آمدن توجه هوشیار و ایجاد فضایی از حضور که کلمات در اون دریافت میشن در این حالت کلمات کم اهمیت میشن. عمل گوش دادن و فضای حضور آگاه که با گوش سپردن پدید میاد بسیار مهمتر از مطلبیه که میشنوی. اون فضا قلم روی یک پارچه کننده آگاهیه که در اون طرف مقابل رو بدون موانع جدا کننده ناشی از افکار ذهنی میبینی. اکنون اون شخص دیگه دیگری نیست. در چنین فضایی شما دو نفر به عنوان یک هوشیاری و یک آگاهی به هم می پیوندید. آیا در روابط سمیمانت اغلب دچار ناراحتی های تکراری می شی؟ آیا اختلاف نظرهای به نسبت کوچیک اغلب به مشاجره های خشن و درد عاطفی منجر می شه؟ این گونه تجربه ها از الگوی خودمهورانه بنیادی ناشی میشه؟ یعنی نیاز به اینکه حق با تو باشه و البته نیاز به اینکه دیگری خطا کار باشه یعنی خود رو با موقعیت های ذهنی یکی انگاشتن همچنین منیت نیاز داره که گهگاه با کسی یا چیزی در مخالفت باشه تا حس جدایی بین من و دیگری رو که لازمه بقای خودش تقویت کنه علاوه بر این درد عاطفی انباشته شده ای از گذشته در درون تو تمامی افراد وجود داره هم از گذشته فردی و هم از تجربه جمعی بشر که به زمانهای خیلی خیلی دور برمیگرده. این بدن دردمند به صورت یک میدان انرژی در درونت وجود داره که گهگاه بر تو غلبه میکنه چون برای تغذیه و تجدید قوا به درد عاطفی بیشتری نیاز داره بدن دردمند سعی میکنه فکر کردن تو رو در اختیار بگیره و اونو به شدت منفی کنه این میدان انرژی عاشق افکار منفی تو چون با فرکانس یا تواتر اون هماهنگه و در نتیجه میتونه از اونها تغذیه کنه در ضمن در افراد نزدیک به تو و به ویژه شریک زندگیت واکنش های عاطفی منفی ایجاد میکنه تا بتونه از درد عاطفی و آزردگی هایی که در پس این کار میاد تغذیه کنه چگونه میتونی از این هویت عمیق و ناآگاه دردمند که این همه اندوه در زندگیت میآفرینه رها بشی نسبت به اون هوشیار شو متوجه شو که این وجود حقیقی تو نیست و اون رو بشناس که درد گذشته توه اون هنگام که در تو یا شریک زندگیت پدیدار میشه شاهدش باش هنگامی که دیگه ناآگاهانه خودت رو با اون یکی نمیدونی وقتی که میتونی اون رو در درونت احساس کنی تغذیهش نکن تا به تدریج بار انرژی خودش از دست بده. ارتباط های انسانی میتونه همچون جهنم باشه یا میتونه تمرین معنوی بسیار خوبی باشه. هنگامی که به انسان دیگهی مینگری و عشق عمیقی نسبت بهش احساس میکنی یا اون هنگام که زیبایی طبیعت رو مشاهده میکنی و چیزی در درون تو عمیقا نسبت به اون واکنش نشون میده برای لحظه چشماتو ببند و جوهر اون عشق یا اون زیبایی رو در درون حس کن که از وجود تو طبیعت حقیقی تو جدا نیست شکل بیرونی بازتابی گذرا از وجود درونی و ذات توه برای همینه که عشق و زیبایی هیچ وقت نمیتونن تو رو ترک بکنن هرچند که تمامی اشکال بیرونی تو رو ترک میکنن رابطه ای تو با جهان اشیا چیزهای بیشماری که پیرامون تو فرا گرفتن و هر روز با اونها سر و داری چیه؟ صندلی که روش میشینی، قلم، اتومبیل و فنجون. آیا اونها برای تو فقط وسیله جهت رسیدن به هدف هستند؟ یا گهگاه شده حتی برای لحظه کوتاهی وجودشون رو در نظر میاری؟ متوجه بودن اونها میشی و توجه تو به اونها میدی؟ هنگامی که به اشیا وابسته میشی هنگامی که اونها رو به کار میگیری تا در چشم خودت و دیگران با تر به نظر بیایی نگرانی در مورد اشیا به سادگی میتونه همه ی زندگیتو فرا بگیره وقتی که خودتو از طریق اشیا میشناسی قدرشون رو نمیدونی چون منفعت خودتو در اونها جستجو میکنی آن هنگام که قدر شی رو همون گونه که هست میدونی وقتی که بودن اون رو بدون فرافکنی ذهنی در نظر میگیری نمیتونی برای وجودش احساس قدر شناسی نکنی شاید احساس کنی که واقعا بیجان نیست و فقط حواس تو اون رو بیجان به حساب میاره فیزیکدانان تایید میکنن که هر شی در سطح مولکولی میدان انرژی تپنده ایه. از این طریق که بدون خودخواهی برای قلمرو اشیا ارزش قائل باشی جهان پیرامون تو به گونه ای زنده میشه که بازن حتی قادر به فهمیدن اون نخواهی بود. هرگاه با کسی دیداری هرچند کوتاه داری آیا توجه کاملت رو بهش معطوف میکنی و در نتیجه وجودش رو مورد تایید قرار میدی؟ یا اون رو به ابزاری در راه هدف کاهش میدی و اون شخص رو فقط نقش یا کارکردی کردی میپنداری؟ رابطت با صندوقدار فروشگاه، مراقب پارکینگ، تعمیرکار، یا مشتری چطوریه؟ یک لحظه توجه کافیه. وقتی که به اونها نگاه میکنی یا گوش میدی، سکونی هوشیار شاید فقط برای دو سه ثانیه. شاید هم برای مدت بیشتری پدید میاد. همین کافیه تا چیزی حقیقی تر از نقش هایی که معمولا بازی و رو با اونها شناسایی میکنیم به وجود بیاد. تمامی نقش ها بخشی از آگاهی شرطی و ذهن انسان رو تشکیل میدن. اون چیزی که از طریق توجه کردن پدید میاد نامشروطه. همون وجود ذاتی توی که در زیر نام و شکل تو وجود داره. در این صورت دیگه نمایش بازی نخواهی کرد. حقیقی خواهی شد. هنگامی که اون بود از درون تو پدید بیاد اون بود رو از درون شخص دیگه هم بیرون میکشه. البته در نهایت هیچ کس دیگه ای نیست. و تو همواره با خودته که رو به رو هستی فصل نهم مرگ و ابدیت هنگامی که در جنگلی که توسط انسان آراسته و, و دستکاری نشده قدم میزنی نه تنها زندگی سرشاری در همه جای پیرامون خود میبینی بلکه در هر قدم با درخت های افتاده بر زمین تنه در حال پوسیدن برک های فرو ریخته و مواد در حال تلاشی هم روبرو میشی. به هر کجا که بنگری مرگ و زندگی رو در کنار هم میبینی. اما با بررسی دقیقتر متوجه میشی که تنه درخت در حال پوسیدن و برک های فرو ریخته نه تنها زندگی تازه ای رو به وجود میارن بلکه خود نیز سرشار از زندگی هستند. موجودات ذره در تلاش هستند. ملکول ها ترتیب جدیدی برای خود ایجاد می کنن. بنابراین مرگ در هیچ کجا یافت نمیشه. فقط شکل های زندگی دگرگون می شن. از این منظره چه می آموزی؟ مرگ نقطه مقابل زندگی نیست. زندگی هیچ متضادی نداره. متضاد مرگ تولده. زندگی ابدیه. فرزانگان و شاعران طی دورانی مدید به ویژگی رویاگونه وجود آدمی پی بردن که در ظاهر چنان محکم و واقعی و در عین حال چنان ناپای داره که در هر لحظه امکان داره ناپدید بشه. در زمان مرگ داستان زندگی تو به راستی ممکنه همچون رویایی رو به پایان به نظرت برسه. اما حتی در رویا هم باید جوهری حقیقی وجود داشته باشه. باید آگاهی وجود داشته باشه که رویا در اون روی بده. وگرنه امکان وجود رویا نیست. آیا بدن اون آگاهی رو میآفرینه یا آگاهی رویای بدن یعنی رویای شخصی رو میآفرینه؟ چرا بیشتر افرادی که تجربه نزدیک به مرگ داشتن ترس از مرگ رو کنار گذاشتن؟ در این باره بیاندیش. البته میدونی که خواهی مرد اما تا هنگامی که برای نخستین بار شخصا با اون روبرو بشی مرگ فقط یک مفهوم ذهنی باقی میمونه. شاید مرگ از طریق یک بیماری سخت یا تصادف خودت یا نزدیکات پیش بیاد یا مرگ عزیزی به زندگیت وارد بشه و تو رو درباره فناپذیری خودت هوشیار کنه. بیشتر مردم از مرگ میترسند و از اون روگردانن. اما اگر رو تو بر و با این واقعیت روبرو بشی که بدنت ناپایداره و هر لحظه امکان داره که از بین بره تا اندازه ای اگرچه ناچیز خودت رو از شکل جسمانی و روانیت از منت جدا احساس خواهی کرد. هنگامی که طبیعت ناپایدار تمامی اشکال هستی رو میبینی و میپذیری احساس آرامشی شگفت تو رو فرا میگیره. از طریق روبرو شدن با مرگ آگاهی تو تا اندازه ای از یکی بودن با شکل رها میشه. برای همینه که در برخی از سنت های بودایی راهب به طور مرتب به سردخونه میرن و میان جنازه ها به مراقبه میشینن. در فرهنگ های غربی نفی مرگ بسیار متداوله. حتی افراد سال سعی میکنن دربارش سخن نگن و فکر نکنن. در غرب اجساد رو پنهان میکنن. فرهنگی که مرگ رو نفی میکنه ناگزیر سطحی و تصنعی میشه و فقط به شکلهای بیرونی اشیا توجه داره. هنگامی که مرگ نفی میشه، عمق زندگی از دست میره. در این صورت امکان شناخت وجود حقیقیمون در ورای نام و شکل یعنی امکان شناخت اون بعد متعالی از زندگی هامون خارج میشه چرا که مرگ آستانه اون بوده. مردم با پایانها آسوده نیستند. چون هر پایان مرگ کوچکیه. به همین دلیله که در بسیاری از زبانها برای خداحافظی واجهی رو به کار میبرند که به معنای به امید دیداره. هرگاه تجربه پایان میپذیره مثل گرد همایی دوستان، مسافرت یا وقتی که فرزندان خانه رو ترک میکنن مرگ کوچکی رو تجربه میکنی. شکلی که اون تجربه در آگاهی تو پدید آورده بود ناپدید میشه. اغلب پایان یافتن هر تجربه احساسی از توهی بودن به جا میذاره که بیشتر مردم سخت تلاش میکنن تا اونو حس نکنن و با اون روبرو نشن. اگر بتونی یاد بگیری که پایان های موجود در زندگی رو بپذیری و حتی با آغوش باز به استقبال اونها بری، شاید متوجه بشی که اون احساس توهی بودن که در آغاز ناراحت کننده بود به احساس گستردگی درونی که عمیقا آرامش بخشه تبدیل میشه. اگر بیاموزی که هر روز به این طریق بمیری، خودت رو در برابر زندگی گوشایی. بیشتر افراد احساس میکنن که هویت اونها احساسی که از خود دارن چیز بسیار ارزشمندیه که نمیخوان از دستش بدن. به همین دلیله که تا این حد از مرگ میترسند. غیر قابل تصور و ترسناکه که من وجود نداشته باشه اما تو اون من ارزشمند رو با نام و شکل تو داستانی که با این دو مرتبطه اشتباه میگیری این من چیزی بیش از یک شکلگیری ناپایدار در میدان آگاهی نیست تا زمانی که فقط هویت شکل رو میشناسی آگاه نیستی که اون چیزی که ارزشمنده ذات توه درونی ترین احساسی که از من هستم داری یا به بیانی دیگه آگاهیه اون ابدیت موجود در تو و تنها چیزیه که نمیتونی از دست بدی هرگاه فقدان شدیدی در زندگی تو رخ بده مثل زمانی که دارایی، خانه، رابطه نزدیک، شهرت، شغل یا توانایی های جسمانی تو از دست میدی چیزی در درون تو می میره در این مواقع در احساسی که از خود داری نقصی پدید میاد حتی شاید دچار سردرگمی بشی و از خود بپرسی بدون این من کی هستم هنگامی که شکلی که تو ناآگاهانه به عنوان بخشی از خود می ترکت میکنه یا ناپدید میشه ممکنه به شدت درد بکشی به عبارت این فقدان شکافی در بافت موجودیت تو ایجاد میکنه. وقتی که چنین میشه رنج یا اندوهی رو که احساس میکنی نفی نک نکن و به اون بی توجه نباش. بپذیر که چنین احساسی وجود داره. باشیار باش که ذهن تو مایل داستانی درباره این فقدان بسازه و در اون نقش قربانی رو به تو بده. ترس، خشم، ترد یا ترحم نسبت به خود عواطفی هستن که همراه این نقش میان. اون وقت به اون چیزی که زیر این عواطف و داستان ذهنیت وجود داره آگاه شو. نسبت به اون شکاف، اون فضای توهی هوشیار شو. آیا میتونی با اون احساس عجیب توهی بودن روبرو رو بشی و اون رو بپذیری؟ اگر بتونی، ممکنه متوجه بشی که دیگه جای آور و ترسناکی نیست و حتی امکان داره از اینکه که میبینی آرامش از اون منتشر میشه تعجب کنی. هر زمان که مرگ پیش میاد هر وقت که یک شکل زندگی ناپدید میشه خدا یعنی اون بیشکل و غیر متجلی از شکاف حاصل از ناپدید شدن اون شکل میدرخشه. برای همینه که مقدسترین پدیده زندگی مرگ به همین دلیل که آرامش خدا از طریق تعمق درباره مرگ و پذیرش اونه که نزدت میاد. تجربه انسانی چه کوتاهه و زندگی های ما چقدر گذراست؟ آیا چیزی وجود داره که دچار تولد و مرگ نشه؟ آیا چیزی وجود داره که ابدی باشه؟ این نکته رو در نظر بگیر که اگه فقط یک رنگ وجود داشت مثلا اگه فقط رنگ آبی وجود داشت و تمامی هستی و هر اون چیزی که در اون موجود آبی بود دیگه چیزی آبی نبود باید چیزی که آبی نیست وجود داشته باشه تا آبی قابل تشخیص باشه وگرنه رنگ آبی مشخص نمیشه و وجود نخواهد داشت به همین ترتیب آیا لازم نیست چیزی ناپایدار و گذرا نباشه تا ناپایداری همه چیزها قابل تشخیص باشه به بیانی دیگه اگه همه چیز و از جمله خود تو ناپایدار بودی، آیا هرگز متوجه فناپذیری بقیه پدیده ها می شدی؟ آیا این واقعیت که شاهد طبیعت گذرای همه شکلها و از جمله خودت و آگاه به اینها هستی؟ به این معنا نیست که چیزی در تو وجود داره که دستخوش تباهی قرار نمیگیره. هنگامی که 20 سال داری متوجه هستی که بدنت قوی و شادابه. 60 سال بعد از اون هم متوجه هستی که بدنت ضعیف و سالخورده شده. فکر کردن هم ممکنه با 20 سالگیت فرق کرده باشه. اما اون هوشیاری که میدونه بدن جوونه یا پیر یا شیوه تفکر تغییر پیدا کرده دچار هیچ نوع دگرگونی نشده. اون هوشیاری ابدیت موجود در توه خود آگاهی یگان زندگی بدون شکل آیا میتونی اون رو از دست بدی؟ نه چون تو همون هستی برخی از مردم درست پیش از مرگ عمیقا آرام و تقریبا درخشان میشن درست مثل اون نوری که از میان شکل رو به زوال اونها به بیرون میتابه بعضی وقتا افراد بسیار سال خورده یا بیمار در آخرین هفته ها،, ماه ها یا حتی سالهای عمرشون به عبارتی تقریبا شفاف میشن. وقتی که به تو نگاه میکنن شاید درخشش چشماشون ببینی. هیچ گونه رنج عاطفی در اونها باقی نمونده. اونا تسلیم شدن و در نتیجه شخص یعنی من خود محور ساخته ذهن ناپدید شده. اونا پیش از مرگ مردند و به آرامش عمیق درون یعنی درک نامیرایی درونی دست پیدا کردند. در هر تصادف و فاجعه ای ممکنه بود رهایی بخشی وجود داشته باشه که ما معمولا از اون آگاه نیستیم. ممکنه مرگ کاملا غیر منتظره و قریب الوقو چنان ضربه به تو بزنه که آگاهیت رو به کامل از یکی بودن با شکل بیرون بکشه. اون وقت در چند لحظه آخر پیش از مرگ جسمانی خودت رو به عنوان آگاهی رها از شکل تجربه خواهی کرد. ناگهان دیگه ترسی وجود نداره. فقط آرامش وجود داره و این شناخت که همه چیز درسته و مرگ فقط نوعی از بین رفتن شکله. اون وقت که میفهمی مرگ در نهایت توهمه. توهمی همچون شکلی که خودت رو اون میپنداشتی. مرگ آنگونه که فرهنگ معاصر القا میکنه ناهنجارترین و وحشتناکترین رویداد ممکن نیست بلکه طبیعی ترین رویداد جهانه که از شکل جدایی ناپذیره و به اندازه نقطه مقابلش یعنی تولد طبیعیه وقتی که کنار شخصی که در آستانه مرگ میشینی این مطلب رو به یاد داشته باش حضور داشتن و همراه و ناظر بر مرگ کسی بودن امتیازی بزرگ و عملی مقدسه هنگامی که کنار شخصی که در آستانه مرگ میشینی هیچ جنبه از اون تجربه رو نفی نکن اون چیزی رو که روی میده و همچنین عواطفت تو نفی نکن شاید از اینکه میدونی کاری از دستت ساخته نیست احساس بیچارگی اندوه یا خشم کنی عواطفت تو بپذیر و سپس یک گام به پیش برو بپذیر که نمیتونی کاری بکنی و اونو به طور کامل بپذیر تو اختیاردار نیستی عمیقا و با تمامی وجود به این تجربه تسلیم شو. به عواطفت و هر گونه ناراحتی یا دردی که احیانا شخصی که داره میمیره داره تجربه میکنه تسلیم شو. آگاهی در حالت تسلیم و سکون همراه اون برای فرد در حال مرگ بسیار مفیده و گذر اونو آسون میکنه. اگر نیازی به کلام باشه از سکون درون تو برخواهد خواست. اما سخن گفتن اهمیت چندانی نداره. دعای خیری با سکون همراه است. آرامش فصل دهم ده رنج و پایان رنج بودایی ها در همتنیدگی همه پدیده ها رو همواره می دونستن و اکنون فیزیکدانان هم اونو تایید میکنن کنن. هیچ رویدادی مجزا نیست. فقط اینطوری به نظر میرسه که مجزا است هرچه واقعی رو بیشتر مورد قضاوت قرار بدیم و به اون برچسب بزنیم اونو بیشتر جدا میکنیم یک مارچگی زندگی از طریق تفکر ما تیکه تیکه میشه تمامیت زندگی هر رویدادی رو پدید میاره همه چیز بخشی از شبکه در هم که هستی نام داره. این به این معنیه که هرچه هست نمیتونست جز این باشه. در بیشتر موارد نمیتونیم بی درک کنیم که یک رویداد به ظاهر بیمعنی میتونه چه نقشی در تمامیت هستی داشته باشه. اما تشخیص این که اون رویداد در گستردگی کل اجتناب ناپذیر بوده میتونه آغاز پذیرش درونی اون چیزی که هست باشه و در نتیجه آغازی باشه برای هماهنگی دوباره با تمامیت زندگی آزادی حقیقی و پایان دادن به رنج زندگی کردن به گونه که انگار تو خودت هر اون چیزی رو که در این لحظه داری احساس یا تجربه می کنی به طور کامل انتخاب کرده ای. این اتحاد درونی با حال پایان رنج بردنه آیا رنج کشیدن به راستی ضروریه؟ هم بله و هم نه. اگر این اندازه رنج نکشیده بودی انسانیت تو عمقی نداشت تواضع و همدلی نداشتی و الان به این مطالب گوش نمیدادی رنج کشیدن در لاک ایگو و منیت شکاف ایجاد میکنه اما سپس مرحله ای می میرسه که دیگه رنج کشیدن فایده ای نداره رنج کشیدن لازمه اما فقط تا زمانی که متوجه بشی که دیگه لازم نیست بدبختی به یک من ساخته ذهن و یک داستان به یک هویت توهمی نیاز داره. بدبختی به زمان نیاز داره. یعنی به گذشته و آینده. وقتی که زمان رو از اندوه خود خارج کنی چی باقی میمونه؟ این چنین بودن لحظه حال. ممکنه احساس سنگینی، ناراحتی، باز، خشم یا حتی تهوع وجود داشته باشه. اما اینا اندوه نیست. و مسئله شخصی به شمار نمیاد. هیچ مورد شخصی در درد انسان وجود نداره. درد فقط فشار یا انرژی شدیدیه که در جایی از بدن احساس میکنی. با توجه کردن به اون احساس به فکر تبدیل نمیشه و در نتیجه اون من بدبخت رو فعال نمیکنه. ببین وقتی که اجازه میدی هر احساسی فقط باشه چی میشه؟ رنج و اندوه بسیار وقتی پدید میاد که هر فکری رو که به سرت میاد واقعیت میپنداری شرایط تو رو اندوهگین نمی کنن. ممکنه اونها تو رو دچار درد جسمانی کنن اما غم زدت نمیکنن. افکارته که تو رو غمگین می کنن. تفسیرهات، داستانهایی که به خودت میگی تو رو اندوهگین میکنن. وقتی که متوجه بشی فکرهای کنونیمه که منو اندوهگین می کنن، از یکی بودن ناآگاهانه با اون افکار بیرون میای مثلا به خودت یا دیگران میگی چه روز بدی یا میگی اون انقدر شروع نداشت که تلفنمو جواب بده یا مثلا میگی اون منو خیت کرد اینا داستانهای کوچیکی هستن که به خودمون و یا دیگران میگیم و معمولا به صورت گله و شکایت هستن اونها ناآگاهانه چنان طراحی شدند که احساس ناکافی بودن همیشگی خودمون رو از طریق برحق بودن ما و مقصر دونستن شخص یا چیز دیگه جبران کنن. برحق بودن ما رو در موقعیت برتری توهمی قرار میده و در نتیجه احساس کاذب خود یعنی ایگو یا منیت رو در ما تقویت میکنه. این کار دشمن یا دشمنانی هم ایجاد میکنه. بله، منیت به دشمن نیاز داره تا حدود خود رو مشخص کنه. حتی هوا هم میتونه این نقش رو به عهده بگیره. از طریق قضاوت ذهنی و عادتی و انقباسهای های عاطفی رابطه شخصی و واکنشی با افراد و رویدادهای زندگیت برقرار میکنی. اینها همگی اشکالی از رنجهایی هستند که خودت ایجاد کرده ای. اما اونها رو چنین نمیشناسی چون برای منیت رضایت بخش هستند. منیت خودش رو از طریق واکنش پذیری و تضا تقویت میکنه. مثلا میگی بدون این داستان ها زندگی چه ساده شد؟ بارون میاد. اون تلفن نزد. من سر قرار رفتم و نیومد. هنگامی که رنج میکشی، هنگامی که اندوهگین هستی، به طور کامل با اون چیزی که همکنون هست بمون. اندوه یا مسائل نمیتونن در حال باقی بمونن. رنج می آغاز میشه که در ذهن به وضعیتی برچسب بد یا نامطلوب میزنی. وضعیتی رو نمیخوای و این آزردگی و ترد اون وضعیت رو شخصی میکنه و یک من واکنشی به وجود میاره. نامگذاری و برچسب زدن بر طبق عادت هستن اما میشه این عادت رو کنار گذاشت. با موارد کوچیک شروع کن به تمرین نام ندادن. مثلا اگه به هواپیما نرسیدی یا فنجونی رو انداختی و شکستی یا لیس خوردی و در گل به زمین افتادی آیا میتونی اسم این تجربه رو بد یا دردناک ننامی؟ آیا میتونی بیدرنگ هستن اون لحظه رو بپذیری؟ چیزی رو بد نامیدن در درونت انقباز عاطفی ایجاد میکنه. انگامی که بدون نامگذاری اجازه میدی وضعیتی باشه ناگهان نیروی بسیار زیادی در اختیارت قرار میگیره باز تو رو از اون نیرو یعنی نیروی زندگی جدا میکنه آنها میوه درخت دانش خوب و بد را خوردن از خوب و بد فراتر برو و به هیچ چیزی برچسب خوب یا بد نزن. وقتی که به فراسوی نامگذاری عادتی نامگذاری که طبق عادت انجام میدیم وقتی به فراسوی اون بری نیروی جهان از درون تو عبور میکنه. وقتی که با تجربه ها ارتباطی غیرواکنشی داری اغلب اون چیزی رو که پیشتر بد مینامیدی بیدرنگ یا به سرعت از طریق نیروی زندگی دگرگون میشه. ببین هنگامی که تجربه ای رو بد نمینامی و اون رو در درون میپذیری و به اون بله میگی و اجازه میدی که همون گونه که هست باشه چه میشه. اگر همکنون هر وضعیتی رو که در زندگی داری به طور کامل همون گونه که هست بپذیری چه احساسی پیدا می کنی؟ اشکال ظریف و نه چندان ظریف گوناگونی که برای رنج کشیدن وجود دارند به اندازه این متداول هستن که معمولا اونها رو به عنوان رنج نمیشناسی و حتی شاید برای منیت تو خوشایند باشن مثلا آزردگی کم صبری خشم مسئله با چیزی یا کسی داشتن ترد و شکایت کردن میتونی همه شکل های رنج کشیدن رو به هنگام وقوع تشخیص بدی و بدونی که در این لحظه دارم برای خودم رنج ایجاد می کنم. اگه عادت داری برای خودت ایجاد رنج کنی احتمالا برای دیگران هم رنج ایجاد می کنی. فقط کافیه که به این الگوهای ذهنی ناآگاهانه آگاه بشی. یعنی هنگام پدیدار شدن نسبت به اونها هوشیار باشی تا از بین برن. نمیتونی آگاه باشی و همزمان برای خود رنج بیافرینی موجزه اینه که در پس هر وضعیت انسان یا شرایطی که بد یا شر به نظر میرسه خیر امیقتری پنهانه خیر امیقتر از طریق پذیرش درونی اون چیزی که هست از درون و بیرون خودشو به تو نشون میده یکی از بالاترین حقایق بشر اینه که در برابر شر مقاومت نکن یک گفته گو من میگم اون چیزی رو که هست بپذیر اون میگه واقعا نمیتونم از اون آزرده و خشمگین هستم من میگم پس اون چیزی رو که هست بپذیر اون میگه یعنی بپذیرم که خشمین و آزرده هستم بپذیرم که نمیتونم بپذیرم؟ بله پذیرفتن رو به نپذیرفتنت وارد کن تسلیم رو به تسلیم نبودنت بیار آنگاه ببین چه میشود درد جسمانی مزمن یکی از خشنترین آموزگارانیه که ممکنه داشته باشی و درسی که میده اینه که مقاومت حاصلی نداره. هیچ چیزی طبیعی تر از این نیست که نخوای رنج بکشی. اما اگر بتونی این نخواستن رو رها کنی و در عوض اجازه بدی که درد وجود داشته باشه ممکنه متوجه بشی که بگونه ای زریف از درد جدا شده ای. انگار فضایی بین تو و درد پدید میاد. آگاهانه و داوطلبانه رنج کشیدن به این معنیه هنگامی که آگاهانه رنج میکشی درد جسمانی میتونه به سرعت منیت درون تو رو از بین ببره چون منیت به طور عمده از مقاومت تشکیل میشه همین نکته در مورد ناتوانی جسمانی شدیدم درسته به عبارت دیگه رنج تو به خدا تقدیم میکنی لازم نیست مسیحی باشی تا حقیقت فراگیر و ژرفی رو که به صورت نمادین در شکل صلیب نهفته است درک کنی صلیب یک وسیله شکنجه است صلیب نماد شدیدترین رنج و محدودیت و ناتوانی ممکن برای یک انسانه آنگاه ناگهان آن انسان تسلیم میشه مشتاقانه و آگاهانه درد میکشه و میگه نه اراده من که اراده تو انجام پذیرد در اون لحظه صلیب یعنی ابزار شکنجه چهره پنهانش رو آشکار میکنه صلیب نماد مقدسی میشه نمادی از خدا اون چیزی که به ظاهر وجود هر گونه بعد متعالی رو در زندگی نفی میکرد از طریق تسلیم دری به سوی اون بود میشه